درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از همه خانم و آقایون خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید، از همین لحظه سنگر رو کمک کنید و مثل همیشه خیلی هم از همتون سپاسگزارم. لطف دارید، ممنونتونم، دست گل همتون درد نکنه. خیلی 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 از طرف همه بچهای داخل کشور و از طرف همه ایرانیانی که نمیتونن کمک کنن و شما دارید زحمت میکشید، از طرف همه از شما عزیزان سپاسگزارم. برنامه هم همونطور که خدمتون عرض کردم از امروز چهارشنبه این ساعت آغاز میشه و دو تا هم نقاشی دارن بچه های عزیزمون، نقاشی ها هم براتون پخش خواهیم کرد. طبق معمول برنامه فشرده بریم و سریع کارمون رو آغاز بکنیم. بعد از این جریان این که وکالت میدم و چه و چه و چه که یه عده اومدن و
البته علازاد نگفتن که ایشون نفرمودن که آقا برید یه همچین کاری بکنید، فرمودن اگر شما میخواهید که کار پیش بره خب طبیعتا باید ما رو خب یه جوری ساپورت بکنید دیگه. که روی سخن علازاد مخصوصا بیشتر در داخل کشور بود، روی صحبت فرمایش علازاد بیشتر در داخل کشور بود، که یعنی میتونم بگم خیلی راحت بگم 90% صحبت، 95% صحبت در داخل کشوره. و بازم من به شما همیانان عزیز در داخل ایران دارم میگم، دشمن تمام وسایل رو داره. من این حرفایی که در طول این 5 سال بهتون زدم به خاطر این چنین روزایی بود، من این چنین روزا رو پیشبینی میکردم و بهتونم گفتم، گفتم ما در یک نبردیم، یک جنگ، جنگ نبرده. نبرد فقط اون نیستش که ما مشهد خواهیم ور بشینیم اسلحه به دست بگیریم، جمهوری طلبان اون ور بشینن اسلحه به دست بگیرن و با هم تیراندازی کنیم. الان تیراندازی ها و پرتاب نارنجک و خمپاره، الان جنگ اینطوریه، جنگ سایبریه، جنگ همین دنیای مجازی که خودتون دارید میبینید دیگه. کیلو کیلو هم برام میفرستید، هر چی میگم آقا نفرستید میفرستید. بهتونم بگم زحمت نکشید، من نمیخونم. میرید تو این اتاقا صدا ضبط میکنید، نمیدونم آقا رضا احمدی ببینین چی گفت، عمرو رضا ببین چی گفت، من نمیخونم، زحمت نکشید. و خودتونم میبینید دیگه چه درگیری به وجود اومده. بایدم در این درگیری پیروز بشید، چون من تو دنیای مجازی نیستم، من کاری اونجا ندارم. من اگر در دنیای مجازی بودم من یوزر نمیشدم، من اونجا یه دونه کانال باز میکردم تو چیز این کلاب هاوس، مثل اون موقعی که تو پلتاگ اتاقی داشتم به نام میان پرستان، چک و پک همشون هم یکی میکردم. باید مبارزه کنید بچه‌ها. بچه های دیگه هم که تو خارج از کشور حالا در این دنیای مجازی زیاد رفت آمد نمی کنید یا می کنید یا هرچی، تظاهراتاتون رو باید بیشتر کنید. آی سرده، آی 40 درجه زیر صفره، مبارزه اینه. بچه هامون تو داخل کشور تو زندانان، از زندانا دارن پیام میدن بیرون که وکالت ما، وکیل ما اعلیحضرت، وکیل ما شاهزاده رضا پهلوی، بنابراین ما که تو خارج از کشوریم کمتر باید بخوابیم، بیشتر باید فعالیت کنیم. اما اجازه بفرمایید من امشب قرار شد هر برنامه رو یه مسائلی رو ما با شما در میون بذاریم، ضمن این که 6 بهمن در راه و سال روز انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم، که یک انقلاب بسیار بسیار مهم که در تمام زمینه ها اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثرات خودش رو داشت و روز آدینه فردا و پس فردا اختصاص داره برنامه‌مون به 6 بهمن. و من از همه شما بچه‌ای که تو دنیای مجازی هستین از زحمتتون میخوام که به جای درگیری مسائل برید تو جریان 6 بهمن و با اسناد 6 بهمن بکوبید تو دک و پوز این جمهوری طلبان. یه سری پرسش‌های شما عزیزان مطرح کردید، من اینا رو یادداشت کردم، از روی یادداشت میگم، چیزی هم که از روی کاغذ بگم اعلام میکنم چون کار تقلبیه، و اینا رو من براتون میگم و که کارم با هم بریم جلو. بچه ها زنگم بزنید، خواهش میکنم. ببینید اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم میفرمایند جمهوری طلبان که اکثریتتون مشتری این برنامه هستید، ای کاش که خوش و حواسی که شما جمهوری طلبان داشتید مشروط خواه داشتن، ندارن مشروط خواه، هنوز گیجن و گیجن، نمیگم همه ولی متاسفانه اکثریت. بچه‌هایی هم که به قول خودتون دارین پدافند میکنین از نظام پادشاهی در دنیای مجازی، همینطوری ادامه بدین. یکی دوتا پیام هم برای من اومد، بریدیم داریم میبریم، بریدم نبریدم اینا، هر کس برید خوش گردی. میهن پرستان یک وظیفه اخلاقی در درون خودمون، هر انسانی دوتا وظیفه داره، یه وظیفه اخلاقی داره، یه وظیفه اجتماعی داره. ما اخلاقا به خاندان پهلوی بدهکاریم، هم مالی هم معنوی. مالیشو بذار کنار، ما معنوی به خاندان پهلوی، به خانواده پهلوی بدهکاریم. ما فقط به رضا شاه بزرگ و خدایگان آریا مهر بزرگ بدهکار نیستیم، ما به خانواده پهلوی بدهکاریم. راحت بهتون بگم، ما به خواهر پادشاه، به برادر پادشاه، به پدر پادشاه، به مادر پادشاه، به اطرافیان به اصطلاح فامیل درجه یک پادشاه ما بدهکاریم. ما به والا حضرت شاه تخت زنده یاد جاویدنام اشرف پهلوی بدهکاریم.
ما بدهکاریم به این خانواده، این میشه اخلاقی. حالا شما میگید نه اینطور نیست. خب نیست، من خودمو بدهکار حس میکنم. و بعد میمونه مسئله خارج از مسائل اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی مسائل اجتماعی، اخلاق اجتماعی. ما از نظر اخلاق اجتماعی وظیفه داریم که پادشاهی پهلوی رو به ایران برگردونیم. یعنی ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه اخلاقی داریم در درون خودمون، یک وظیفه سیاسی داریم. ما باید پهلوی رو برگردونیم. برای بازگرداندن نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به پادشاهی اعلیحضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، فرزند خدایگان، نوه رضا شاه بزرگ، باید کم بخوابیم، کم بخوریم، بیشتر فعالیت کنیم. خسته میشی، طبیعیه، انسان آدم، منم خودم بعضی موقع خسته میشم، طبیعیه، در طول 5 سالم پیش اومده. 2 روز 3 روز این تلفن رو قطع کنید، آویزون نشید به دنیای مجازی، این اعتیاد لعنتی رو ترک کنید. این اعتیاده، این تلفن رو گرفتین دست دو طلاق داره، برم تو کلاب هاوس با آیدی مثلا حسن برم یه فوش بدم به حسین، بعد با آیدی فریبا برم تو اینستاگرام یه فوش بدم مثلا به اقدس، بعد با آیدی ایران زمین برم توی تلگرام یه فوش بدم به کمونیست. خب این حلبی سازی و بدبختی و روح و روانتون رو، همونطور که گلوبالیست های جهان میخوان روح و روانتون رو اسیر کردن، همه تونم قاطی کردین. ناراحت میشید، بشید، بدتون میاد بیاد، خوشتون میاد بیاد، قبول میکنید بکنید، قبول نمیکنید نکنید. من وظیفم گفتنه، من اینجا اومدم نشستم، مردم دارم پول میدن. این مردمی که اینجا پول میدن، اینا سر گنج ننشستن. این خانم آقایونی که پول میدن داره از شیکمش میزنه، اون میتونه این 100 دلار رو بره باز خوش یه دونه اتکلون بخره. من مدیون این پولام، حتما پول که نباید بیاد بره تو جیب من. به هر حال تو چارچوب این 2 ساعت برنامه داره کمک میشه. این پولی که گرفته میشه، من باید یه برنامه تمیز به شما تحویل بدم، نباید میشه حالا بیشتر زمزم چرت و پرت بگم. بنابراین من وظیفم گفتنه. شماها توی دنیای مجازی که اینطوری آویزون شدید، قاطی کردید همتون. این میگم همتون، یعنی مقصودم اکثریته، توهم زده شدید، اصلا توهم براتون داشته، آب روغن قاطی کردید. اونایی که تو داخل کشورن که بنده خدا تکلیفشون روشنه، اونایی که به من روزی 500 کامیونم فوش بدن، من ناراحت نمیشم، چون خیلی فشاره. یه جوون چقدر فشار روحی و روانی رو تحمل کنه؟ من اگر بلاک میکنم بچه‌ای که از ایران هستن، خب منم یه ظرفیتی دارم، یه تحملی دارم، منطقو نمیفهمم. هرچی میگم آقا من اهل چت کردن نیستم، فقط خبر برسونیم. امور رضا رفتن تو یه اتاق، یکی من گفت بالای در یک دونه زدم تو سرش، اون میخواد درد دل بکنه، من وقتشو ندارم، من نمیتونم با 5000 نفر آدم میشم چت کنم، من کار میکنم، زندگی دارم، نمیشه. مقصودم این هستش که دنیاهای مجازی که شما دارید میرید، روانیتون کرده و اثرات روحی و روانی بدی روتون گذاشته. دنیای مجازی تا این لحظه کمکی به جنبش مشروطیت نکرده. درسته پدافند کردید، دفاع کردید، حمله کردید، زدید، اینا به جای خود، ولی در جا وایسادنه. ببینید، بذارید یه فرمولی رو بهتون بگم. جمهوری طلبان و بقیه سایبریا که الان بعد از فرمایشات اعلیحضرت تعدادشون زیاد شده، یعنی الان سازمان تروریستی مجاهدین و مصدقی های ایران بر باده و توده‌ای های همیشه خائن و کمونیست های جهان وطن، اینا کم نیستن، اینا هر کدومشون یه گروه هن. سازمان تروریستی مجاهدین 5000 نفر توی 5000 تا تنلش داره توی دنیای مجازی، 5000 تا جونور داره، این هر کدومش 500 تا آیدی داره، هر کدومشون 10 تا کامپیوتر دارن، 20 تلفن دستی دارن، این پول بالاش خرج شده. کمونیستی که اونجا نشسته با 200 آیدی اومده اونجا نوشته نشسته. مصدقی ها همینطوره. حالا درسته این مصدقی ها ملی منقلی هن، چورتو هن، ولی به هر حال حضور دارن و خدا رو شد نسل جوان به این مصدقی ها نپیوسته. نسل جوان قش کرده به سمت کمونیست ها، چون اونا بلد هم مخو بزنن. جوون 20 ساله است، دوتا شعارهای انقلابات جهانی و چگوارا و کارگران و دهقانان دیشب رفته بودن به باقی و در اون باغ بزن بزن شد، ما او رو زیر لگنش گرفتم، بعد استالین رو خوابوندن. خب اینا برای جوون تازگی داره، پروتالیا امپریالیس و ربلوی و بابابابابابی. خب جوون اینا رو نشنده، تو ایران همه شنیده سبحان ربی العظیم و به حمده. بعد یومی خارج از یه دنیای مجازی یارو میاد بهت میگه که لنین اند استالین اند مارکسیست اند ماتریالیسم اند وری وری گود مورنینگ تودی. خب اون واسهش تازگی داره دیگه، نه هم تو که واسه ما تازگی داشت، منتها ما آلوده نشدیم. خب جوون آلوده میشه. به هر حال اینی که میخوام حضورتون عرض کنم که
شما پدافند هم کردین، مقاومت هم کردین، ولی در نهایت اونا چون تعدادشون بیشتر از شما، شما مشروط خواهان یه دونه مربعی، اونا 5 تا مربع هن. یه مربع جلو 5 تا مربع که نمیدونه به جنگه، جواب چند نفر رو بدید؟ به این خاطر اگر نگم شکست خوردید یا پیروز شدین، چون نه تو دنیای مجازی نه کسی شکست میخواد نه کسی پیروز، مثل که میرن به هم دیگه میگن عزیزم عاشقتم دوستت دارم، تو ماچو گفت دو تا تلفنم رد و بدل میکنی، عشقی در کار نیست، اقدسی در کار نیست، ولی در جا زدید. بنابراین مطالبی رو که به شما میگم قشنگ با دل و جان گوش کنید و بدونید که تو چه دامی افتاده. من تا همش من حواسم به این بچه‌هاست، دوست دارن دیگه کوچولوامون بشینن نقاشی‌هاشون رو نگاه کنن. بذار من تکلیفم با این بچه‌ها روشن کنم، اینا برن نقاشی‌هاشون نگاه کنن، صبحم باید برن مدرسه که زیادم نموند، برنامه دیر شد. جناب مهندس شماره 1 رو لطف محبت بفرمایید و 2 و 3، 1 2 3 رو که یه 7-8 دقیقه‌ای هم عرض کنم اختصاص بدیم به کوچولوهای عزیزمون و به نوجوانان و یه سری دختر خانم آقا پسرام نوشتن آقا ما 20 سالمونه 22 سالمونه میتونیم نقاشی بکشیم، چرا نه؟ نقاشی رو ما نشون میدیم، شما 100 سالت باشه نقاشی هنره، به سن و سال ربطی نداره، اسمت هم قشنگ بنویسید، شما 30 سالمه 28 سالمه 40 سالمه نقاشی، من اگه خودم بلد بودم منم نقاشی میکشیدم، من بلد نیستم. بله جناب مهندس تمنا میکنم. درود به عمورزا احمدی، سرباز وطنم، ایران آریایی، خدا رحمت کنه پدر مادرتون رو، و با عرض درود بر خاندان پهلوی، اعلی حضرت سیروس رضا پهلوی دوم، عمورزا محکم و استوار باشید تا پیروزی چیزی نمانده. من اسوان هستم، هوا خیلی بد و سمیه، دوستتون دارم، فدای شما پارمیدا، با امید آن روزی که همه ایران دور هم باشی. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین به بچه های عزیزمون، شما کوچولوها و نوجوانان، را ورد سیار زیبا، خیلی قشنگ، باریکالله باریکالله، آفرین آفرین آفرین، 1300 آفرین. تو نقاشیاتون هم میتونید بنویسید، ما حمایت میکنیم از اعلی حضرت، باریکالله، آفرین آفرین. زو کارمون رو آغاز کنیم. اعلی حضرت میفرمایند، فرمودند در طول این سالها، نه هفته گذشته، ما باید با هم همصدایی داشته باشیم. جمهوری طلبان گوش کنن. هیچگاه، من این رو باز هم با قدرت میگم و مطمئنم هستم، تا این لحظه اینطور که همه چی داره نشون میده این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اتحاد. اساساً به باور من وجود یا چنین انشایی اساساً غلطه. مثل که معلم سر کلاس بگه انشا در مورد پاییز انشا بنویسید، بعد رضا احمدی خنگ بره دم تخته راجب بهار بگه، بگه پرنده ها میان میخونن لای غنچه های این درخت ها. خب پاییز چه ربطی به پرنده و درخت داره؟ پاییز تمام برگا میریزه. این اتحاد به وجود نمیاد. هیچگاه میهن پرست واقعی شرافتمند بغلس فرخ جمهوری نگهدار یا اون مسعود توده‌ای بهنود که حالا رفته تو خونه مهاجرانی زندگی میکنه، عطاالله، کنار هم نمیشینن. من اگر از زیر هزار تا چرخ گوشت رد بکنم، گوشت و پوست و استخون و جگل بغولم و همه رو با هم چرخ بکنن، من از 500,000 کیلومتری این اراذل اوباش مثل مثلا فرد بفرمایید چه بودم معصوم قومی، حاج اسمال، نازنین، جز شیفته، من از بغل اینا اصلا رد نمیشم، چون ویروس دارن اینا، اصلا یه نوع از بدنشون ویروس میاد بیرون. خب منم ویروسی میشم، خدا رو خوش نمیاد، اون وقت یتیم میشید و دیرزا احمدی میشید. بنابراین این اتحاد به وجود نمیاد آقا جون. ما میتونیم همصدا بشیم، نه همدلا، همصدا بشیم. ما همگی میتوانیم بگوییم جمهوری اشغالگر اسلامی باید برود و خواهد رفت. اعلیحضرت 4 اصل رو پیشنهاد کردن. 1. حفظ تمامیت ارضی کشور، یک پارچگی، یک پارچگی کشور، این اول قضیه است. ایرانی که یک پارچه نباشه، خب مثلا اعلیحضرت اشاره فرمودن به اون چیز در اون برنامه در مسابقه، فرمودن که اون موقع که من توی نیرو هوایی شاهنشاهی ایران بودم، خب وقتی سوار هواپیما میشم اون بالا میرفتم نمیگفتم اینجا آذربایجانه، ولش کن، اینجا کردستانه، مثلا گورباباش، اونجا سیستانه، گورباباش، اینا ایران منه. ایرانی که آذربایجان و کردستان و سیستان و خوزستان و گیلان و مازندران و خراسان و لرستان نباشه، هرمزگان نباشه، اون ایران نیست. اون ما میگیم ایران، با اینا میگیم ایران. تازه کم هم داریم، الان تاجیکستان کمه، ترکمنستان کمه، ازبکستان کمه، آذربایجان رو دزدیدن هوار هوار، گرجستان رو بردن. ما فلات ایران رو میخوایم، ما دعوامون سر فلات ایرانه. تو تازه اومدی میگی فلات که هیچ، هم ولش کن، فرد برو یه سیگار اشتوان بکش تو میری روش، علی تجزیه. بنابراین صحبت بر سر این 4 اصله: دموکراسی، حقوق بشر، یک پارچگی و سکولاریسم. توی جمهوری طلب تمام دروغت که همه تون دروغ گویید، تمام دروغتون اینه دموکراسی. در زمان محمد رضا پهلوی، شاه سابق، دیکتاتور و ساواک به ما اجازه نمیداد ترانه نمیخوندیم، اجازه ترانه نمیداد، ترانه سانسور بود، سینما سانسور بود، تئاتر سانسور بود، روزنامه سانسور بود، دیوار موش داره، موشه گوش داره، تو خونه سانسور بودیم، سانسور بود، و این اختناق باعث شده بود ما دست به اسلحه ببریم و حمله بکنیم، سیاه‌کل درست کنیم، بریم تو حمله کنیم به پادگانا، به کرانتریا. جون مامان جون دینا، نه، ذاتتون تروریسته. شما جمهوری طلبا آدم کشید. همین الان جمهوری اشغالگر اسلامی برود، شماها برگردیم به ایران، اون یارو آقاه هست،
مثل خرچنگ را میره، آقای عبادی مثل خرچنگ را میره، همون بیاد ایران دقیقا اون رو میره میشینه جای خلخالی. یعنی اگر همون اون الان ایران باشه، منم تو ایران باشم، اول حکم اعدام رو صادر میکنه. شما کشور رو به دست آخوند دادید، سلطنت طلب به قول شما مشروطه خاک تو خیابون نیومد بگه تا اون کفن نشه وطن وطن نشه. مشروطه طلب که نگفت ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیدت ملتی. مشروطه طلب که نرفتم طویله اون یارو بیمار روانه آخونده چی بود بچه بازه؟ خمینی بود که بود مرکه. نرفت اونجا که بگه دادگاه انقلابی مورد تأیید ماست. چریک فدایی میگفت سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید، هنوز جاپاهاتون رو تو خیابونا هست. سازمان تروریست مجاهدین گفتش که ما به امام خمینی برای ریاست جمهوری رای میدیم، اونم گفت فوته اینا، اینم بیلاخ. من رهبرم نشستم دارم میخورم، تو من میخوام بکن رئیس جمهور، من لاکن آمدم اینجا همه رو بچاپم. مصدقی ها گفتن امام هفت تا زبون بلده، شما این مردگری کردین تو کره ما، این مردگی تو لوله آفتابم زیادی بود بره. شما گفتید، ما که نگفتیم، ما تو خونه زندگیمون داشتیم زندگی میکردیم، خیلی هم خوش میزگشت، خیلی هم راضی بودیم، هممون راضی بودیم، آب گوشتمون رو میخوردیم، چلو کبابمون هم میخوردیم، برنج میخوردیم، نون و پنیر هم میخوردیم، سبزی پلو با ماهی میخوردیم، قرمه سبزی هم میخوردیم، شکممون سیر بود، رخت و لباس هم تنمون بود، یه پیکانی هم دم خونمون بود دیگه. چی میخواستیم دیگه؟ آلمانی مثلا چی داره؟ من قرمه سبزی میخورم، اینا سوسیس پخته میخورم، قرمه سبزی که بهتره. من تو خونم فرش بود، آلمانی تو خونش موکته. ما تو خونمون وارد میشی ویترین داریم، تلویزیون داریم، مبل و صندلی داریم، آلمانی یه صندلی شکسته داره، دو چهار تا صندلی، یه میز شکسته مال دوران خط سرون هیتلر، یه سری هم آتش‌آشغال به اسم قابلمه و ماهیتابه، آفتاب لگن هفت از شامون آهار، هیچی چیزی اینا ندارن بخوان. در یخچالشون وام که همه بسته‌بندیه، کالباس داره، سوسیس داره، کره داره، همش هم بسته‌بندی. ما در یخچال وام کردیم پر میوه و گوشت و مرغ و ماهی بود. تازه اینی که میگم من در یخچال رو وام کردم، مثلا پدر من تیمسار هویسی نبود که میگه خب معلومه خود بابا مایه اینقدر، نه بابا نه، هیچی بدم، خانواده خیلی خیلی معمولی، ما خونمون اجاره ای بود. خب پس بنابراین همه داشتیم بخوریم، ما تو محلمون هیچ کس نیومد بگی که به پدرم آیا احمدی پولی جمع کنیم همسایه بغلی ندارم بخورم. ما از در هر خونه سر زور که پدر ما رو میفرستاد برو یه نون سنگکی بگی، تافتونه بگی، لواشو بگی، من از سر محل تا دم خونمون که میادم از در هر خونه رد میشدم بوی یه خورشتی میومد، همه میخوردن. خب شما اومدید این مملکت اینطوری کردید، ما سر جامون داشتیم زندگی میکردیم، پول نداشتیم بریم میامی، میرفتیم لاله‌زار، نمیتونستیم بریم ستاره ببینیم، میرفتیم سوسن و آقاسی رو میدیدیم، نمیتونستیم بریم سینمای نمیدونم شهر قصه، میرفتیم سینمای اونیورسال 24 اسفند، نمیتونستیم بریم مثلا فیلم بلیت 8 تومن بدیم بلیت، میرفتیم فیلم سنگام نگاه میکردیم، لای درخت ها میپیچیدن تو چمن ها قلب میخوردن و خیلی هم خوش میگذشت، آهنگ هندی هم گوش میدادیم، با ما داشتیم حال میکردیم، یه لونا پارکی هم بود، ماهی یه بارم میرفتیم، بچه بودیم اونجا یه چیزی هم میکردیم دیگه با گلوله تو خیابون که نمیزدن مثل بچه مردم و اینطوری بکشن کیان پیر فلک و تو مدرسه بهمون موز و سیب و پرتقال و کره و مربا هم میدادن، از این ور خیابون هم ردمون میکردن اون ور خیابون، میخوردیم زمین، معلم و مدیر و ناظم و فراش و از در دیوارم آدم میریخت رومون، هیچ کس نه بهمون تجاوز میکرد، نه تو جیبمون هروئین بود، نه تو جیبمون تریاک بود، نه دستمون تو کیف رفیقمون بود، نه مداد میدزدیدیم، نه خودکار میدزدیدیم، نه اصلا دزد نبودیم، چون شاه دزد نبود، شماها دزدید، چون مصدق دزد بود، زیر شلواری بود، زیر شلوارش هم دزدی بود، از صدیقی دزدیده بود. به هر حال بنابراین اعلیحضرت فرمودن که همصدایی باید باشه. بله حالا چتون شده ولوله و دوباره راه افتاده؟ آها بذار من بهتون بگم، بذار من تو توضیح بدم، من دست به توضیح گوده دست به خریدم هم خوبه. شما جمهوری طلبان بی پدر و مادرید، این بی پدر و مادر فوش نیستا، الان من توضیح میدم یعنی چی بی پدر و مادرید. ما مشروطه خواهان پدر مادر داریم، مقصودم پدر مامان بابامون نیستا تو خونه، ما یه پدری داریم به اسم شاه، یه روز این پدر اسمش رضا شاه، یه روز اسمش محمد رضا شاه، یه روز رضا پهلوی شاه، یه روز شاه بعدیه. این شاه یه همسری داره که اونم میشه مادر ما، پس ما پدر و مادر داریم. شما پدر و مادر ندارید، شما یتیم سیاسی هستید. ما مشروط خواهان حاضر شدیم قیومت شما رو میگن چی میگن قیم شماها بشیم، یعنی شما رو
به عنوان آدمای بی پدر و مادر سیاسی زیر بال و پر خودمون بگیریم. به چه شکل؟ عرض میکنم در رو گذاشتیم باز، میگیم آقا تشریف بیارید، ما حاضریم شما هم بیایید صندوق رای بگذاریم که نباید این کار رو بکنیم با همه این شرایط، چون پادشاه ما متاسفانه شوربختانه یک انسان دموکرات هستم، مجددا عرض میکنم، چون متاسفانه شوربختانه یکی از تفکرات پهلوی اسم دموکراسی هست و شما زورچپون میخواید بکنید که دیکتاتور استبداد چکمه، چکمه استبداد، شاه سابق، تخم مرداد، ساواک، غیر قانونی، کودتای ننگی نویسشت مرداد، عربای ننتون. دموکرات ترین سلسله پادشاهی در ایران سلسله پهلوی است، تا چشمتون کور شه، خودتونم میدونید. حکومت پهلوی در ایران، در حکومت پهلوی در ایران احمد شاملو بود، شریعتی بود، صادق هدایت هم بود، فریدون فرخزاد هم بود، داریوش اقبالی هم بود. در حکومت پهلوی گنج قارون بود، قیصر هم بود. در حکومت پهلوی اون یارو گلستان بود، چی بود که میگفت من چیزم بی خودکی، همین که دختری زر زیادی زده، پهن زیادی خورده بر علیه هنرمند بزرگمون بانو شهناز تهرانی، اون بود. مسعود کیمیایی بی پدر و مادرم بود، اما مثلا فرض بفرمایید ما سیامک یاسمی هم داشتیم، برامون فیلم های مثلا دالاهو درست میکن، همه آزاد بودن. شما در ایران میتونستی نقاشی ننت بکشی، میتونستی نقاشی لنین رو بکشی که اون باباتونه، نقاش آزاد بود. شما در ایران تو روزنامه ها بجز فحاشی به خاندان پهلوی هر چی می‌خواستیم می‌نوشتیم. شما در ایران آقای پرویز صیاد کافشو را مینداخت، رسما شخص اول مملکت رو مورد حمله قرار میداد. دروغ میگم برید ببینید. دیگه فیلمش که هست. آقای قاطبه پشت صحنه فیلمش هست. به آقای پرویز صیاد میگفت حرفای بر علیه مصالح. آقا بر علیه مصالح چیه؟ خب دیگه با چی بگیم دیگه؟ چی قرار بود بگید که نگفتید؟ چی قرار بود بخوانید که نخواندید؟ قرار بود چه کار بکنید که نکردید؟ کردید دیگه. بنابراین با کمال تأسف، چون پادشاه ما بدبختانه شوربختانه متاسفانه انسان دموکراتی هستن، فرمودن که ما صندوق رأی میذاریم. حالا هرچی ما میگیم اعلی حضرت قربونت برم، فدات بشم، دورت بگردم، صندوق رأی چی؟ من بیام رأی بدم که شما شاهی، خوش شما شاهی، پدر شما که استعفا نداده. اگر خدایگان در خارج از کشور استعفا میداد تموم بود، مشروطه پادشاهی تموم بود. ما باید میرفتیم بین ایرانیان یه نادری، شاه عباسی، رضا شاه، یکی رو پیدا میکردیم، یا حتی خانواده یکی از خاندان پهلوی رو میوردیم، آقا مثلا ایکس ایگری تو بیا بشو شاه، که هیچ هم که نمیاد این کارو بکنه. یعنی پهلوی تموم بود کارش، پهلوی که تموم بود کارش، یعنی مشروطیت تموم بود. حالا ولش کن. بنابراین علازت میفرمایه صندوق رای، خیلی خوب، تو یه جمهوری طلب از چی میترسی؟ آها ملت، از این سوال ساده تر میگه نه بدوز نه بترس. آدمی که دوز نیست میره تو خیابون پشت سرشو هی بر نمیگره نگاه کنه. چرا؟ خب دوز، اما برگرم پشت سرم واسه چی نگاه کنم؟ مگه یکی صدات کنه برگره ببینی کیه؟ شما جمهوری طلبان همش پشت سرتون رو نگاه میکنید. چرا؟ چون دوز دید، چون بی پدر و مادر سیاسی هستی، چون دارید دنبال یه فضایی میگردید که فقط تخریب کنید. در طول 43 سال شما فقط تخریب کردید. اگر یک جمهوری طلب اومد به من گفت در طول این سالها یک حرکت درست سیاسی کرده، من به شرافت بشری دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. یک حرکت درست سیاسی. بابا بچه‌ای که تو لندنن، بچه‌ای که توی خارج از کشورن، با بدبختی، با دست خالی، ببین چه تظاهراتی با شکوهی را میندازن. شما پشت سرتون دنیا خوابیده، تازه تظاهراتی که را میندازین بچهای میهن پرست دارن پرش میکنن. ولی شما خودتون میدونین پخی نیستین. مثلا یارو مرتیه که میگه من نمایندم تو سوئد، چیه؟ آخونزاده است، چی چیزاده است؟ یارو مرتیه نمیدونم چیه اون یارو، اون ریشش که دم سد آشغال خوابیده بود. اون اگر توانست در شهر استکهلم سوئد 50 نفر آورد تو خیابون، ایول داره. حاج اسمال در کانادا که قرار بهش دفتر بدن، اگر تونست در هر شهری در کانادا، مرکز جمهوری اسلامی، اون شهره چی بهش میگن؟ یادم رفت،
ونکوور کجاست؟ اونجا مرکز جمهوری اسلامیه. اگر اونجا این تونه 100 تا آدم آورد تو خیابون، معصوم قومی 50 نفر آدم بکشه بره تو خیابون. اون یارو نازنین کیه؟ یارو میگه من هنر پیشم، آواز میخونم. چیه اون یارو کتک خور امریکایی‌ها؟ اون یکی میگه من تو ناسا هستم. آقا همتون جمع شید، تمام شما جمهوری طلبان، تجزیه طلب، تروریست، مجاهد، کمونیست، همتون، مصدقی، توده‌ای همیشه خائن، بی پدر و مادرها، همتون جمع بشی. اگر تونستی در هر شهری در این دنیا، نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، پاریس، لندن، هامبورگ، برلین، هر جا که شما دوست داری، هزار تا آدم، نه 500 تا، آقا هزار تا آدم بیارید تو خیابون. آقا ما تکلیف تجزیه طلبتون میاد، مصدقیتون، این همه چیز میز میاد، پرچمای شیر و خورشید خفه، زیر پرچم شیر و خورشید خفه شدین تو برلین، تو استراسبورگ. بعد پرویز صیاد میاد میگه اینا از بین میره. چی از بین میره؟ چی از بین میره پرویز صیاد؟ دیدی بهت گفتم کار اشتباهی کردی، حالا برو ببین چی کارت دارن میکنن تو دنیای مجازی. تازه بچه باز داریم کنترلشون میکنی. اوکی؟ زو. بنابراین شما چون یتیمای سیاسی هستید، ما براتون یه فضایی رو باز کردیم، میگیم آقا در بازه، بیایید رای گیری بذاریم. جمهوری رای آورد، ایوه، پادشاهی در رای آورد، ایوه. ما چون معتقدیم و مطمئنیم که اکثریت غریب اتفاق مشروطه پادشاهی میشه، بازم به شما میگیم ما اکثریت هوامون به اقلیت هم هست، یعنی به شما یتیمای سیاسی. اصلا ما که قراره چیکار کنیم؟ سیخ داغ بگیم قراره بهتون فرو کنیم. شما تشریف بیارید ایران، حزب بزن، حزب جمهوری طلبان، حزب بی پدر و مادران، حزب خران، هر حزبی اسمشو میخوای بذاری، آزادی. بیاید و به مردم بگیم ببین جمهوری خیلی درشته، عین لیمو امانی میمونه، خیلی بدجوری درشته. و بیایم از چی میترسین؟ الان من بهتون میگم شماها چتونه. مومنت جناب مهندس لطفاً موعد بفرمایید این شماره 4 یه عکس اولینم نشون بدید، دستتون درد نکنه. این رضا نوروزی خیلی باریکلا به این جوون. این شما باید از صد این بچه‌ها بگذرید. شما اصلا با مایی که تو خارج از کشورین کارتون نباشه، ما هم تنمون خورده به تن شما، ما هم بی‌عرضه و بی‌لیاقت شدیم. نگاه کنید این رضا نوروزی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، طی تماس تلفنی با نزدیکان خود برای گذار از جمهوری اسلامی به شاهزاده رضا پهلوی وکالت داد. تا چشمتون کور شه، جوونی که ایستاد. شما باید از دست درد نکنه جناب مهندس، شما باید از صد اینا رد بشید. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید، نه با ما. ما هم که تو خارج از کشوریم، ما هم مثل شما شدیم، ما هم پی دلامونو گرفته هممون شدیم بی ارزه. اوکی؟ زو. بنابراین علازت تکلیف دو تا گروه رو مشخص کردن، سازمان تروریستی مجاهدین و تجزیه طلبان، که گفتن خب اینا که دیگه همه میدونن دیگه. اون که تجزیه طلبه که تکلیف مشخص، مجاهدین که تکلیفش روشن، دیدی که اومدن بهتون نشون دادم. حاضرین برید برای حسین قر بدید؟ حاضرین، حاضرین. آخه بی پدر و مادر تو هزاره سوم، مرد شور اون لچکته ببرن، مرد شور اون دندون کرسیته ببرن، مرد شور اون کت و دامنته ببرن که به شرافت بشری سوگم من ازش دستمال دارم، لاستیک ماشینم رو پاک میکنم وقتی میبرم میشونم، میخوام خوشگش کنم جین شما. خب بنابراین تکلیف روشن کردن. خب وقتی بعد ما تکلیف رو با شما روشن میکنیم، طبیعی تنلش های خودتونو، مثل یه دکتره بود اینجا با چک و لگت انداخانش بیرون، دندون فروش بود تو تگزاس، این بی پدر و مادر میره پول میده به این سایبری های جمهوری اسلامی، $50 به این، $100 به اون، تو سوئد، دوستان تو لندن داره، شروع میکنن فحاشی به ایران آریایی و به آقای وطن خواه. چرا؟ اون مرد که آزار داره، بعد میگه که چیزه، من نخواست وزیر آینده، مردی که یه در به داغونه آشخال. حالا ولش کن سعید نزول خورو، ولش کن. حضور شما عرض کنم که ببینید وقتی که علازد این مطالب رو میفرماید، شما یه مش تنلش رو دور خودتون جمع کردید، به علاوه یه سری نادان. ما داریم اون نادانا رو میکشیم به سمت خودمون که میان با من گفتگو میکنن، میگن آقا راست میگه فلان، میگن برید مطالعه کنید. یه سری ها تنلشن، معتادن. داری بین ایرانی ها، بین هم داری، یارو بسیجی بوده، یکیشون هست اسلحه میگیره، عربده میکشه، فحاشی میکنه، دو سه تا بسیجی هم هستن خیلی بدجوری هم فحاشی میکنن، بعضی موقع خودشون رو به علازت میچسبونن. خب
خب اینا هم هستن. شما میرید اینا رو میارید میکشین تو دنیای مجازی؟ کیا این کار رو میکنن؟ حسن صدقه خور، شورای گراز. چرا؟ آقا من که الکی نمیگم، برید مطالعه کنید، برید ببینید تمام کسانی که تو شورای گراز هستن از 100 تاشون 99 تاشون تجزیه طلبن. دروغ میگم؟ بیاید اسامیشون رو بخونید، برید سوابقشون رو بدونید. شماها نمیخونید، نمیدونید، من بدبخت مجبورم برم بخونم بدونم. تک به تک اونایی که تو شورای گرازن، از روز اولم بهتون چی گفتم؟ شورای گراز. کی پشتش خوابیده؟ شهریار آهی. چی کار است؟ خودشو به اعلیحضرت میچسبونه. یعنی اینایی که دور اعلیحضرت جمع شدن جز ضربه به مشروطیت، جز ضربه به میهن پرستانی هیچ کاری نکنن. حالا بعد تلویزیون میاد برای نادر صدیقی برنامه میذاره که چی؟ چون من 4-5 بار اینجا تکونش دادم، حالا میگن نه این یه دفعه از بین نره نادر صدیقی. بابا نادر صدیقی رسما و علنا شمشیر کشیده علیه میهن پرستان، میره میشینه بغل دست مشروطیه قلابی. خب طبیعیه من جلوش وای میذارم، اصلا خدا باشه همه دنیا جمع بشن بگن این آدم با شخصیت با مرام با مشروطه کو کجا باید؟ من کورم، من آزار دارم به پرپاش بره. کسی بودم که سینه براش سپر کردم جلو لگن فروش دو، به جای تشکر فوش خارمادرم به ما دادم. خب اینا دور برای علی عزاده گرفتن دیگه، تعارف که نداریم که زو. بنابراین این شورای گراز که اکثرشون تجزیه طلب و به قول خودشون فدرالیسمن، یکی هم داریم شورای تصمیم. کیا رفتن امضا کردن؟ همین شاگرد پادوهای داریوش ناهمایون، رفیق کیان نادر صدیقی. دروغ میگم؟ ها؟ چرا اون تلویزیونه نمیاد از میهن پرستان دفاع کنه؟ چون قرار نیست از ما دفاع بشه. ما همیشه باید مثل مرغ تو عذاب و عروسی سرمونو ببرن. منتظر وایسادیم. همچی از ما کشتن، دیدن یه دونه کشتن، یه فریدون فرخزاد رو کشتن، 500 تا فریدون فرخزاد در اومد. یه رضا فاضلی رو از بین بردن، 2000 تا رضا فاضلی در اومد. بابا میهن پرستی تو خون ایرانیه. درسته در طول تاریخ لای میده وا میده، ولی در نهایت میهن پرستی تو خون ایرانیه. شاه پرستی تو خون ماست. ما ملت شاه پرستیم. شما نگاه کن به ادبیات ایرانی، میگه شاه را، شاه بیت، شاه ماهی، غذای شاهانه، مهمانی شاهانه، شاه بیت، شاه مهره. بابا گفتیم چی بودیم؟ جمهوری مهره، جمهوری ماهی، غذای جمهوری، مهره جمهوری. بابا ما شاه پرستیم. اینا میخوان به زور به ما بگن شاه اخ جمهوری خوبه، تو بمیری جون مامان جونت اینا واسط کاشتم میدم بیار ارواح ننه. بله بنابراین ما فقط با شماها میتونیم هم چیز باشیم، هم صدا بشیم، هم صدایی بکنیم، ائتلاف بکنیم. ما هیچ اتحادی با شما نداریم، مطمئن مطمئن باشه، چون اساسا شما اهل این داستانا نیستین. بابا خائنید، خائنید، همتون خائنید. آقا پرویز صیاد در دوران شاهنشاه آریامهر زندگی کرده. از لاهیجان یه جوونی برای من پیام فرستاد که آقا پسر عموی ایشون در اونجا پمپ بنزین دارن، همشون نمیدونم تو دادستانی ان، اخوندن نمیدونم فلانن، و خانواده رو گفت. آقا تو دوران شاه زندگی کرده، تو دوران شاهنشاه مجانی رفته دانشگاه، مدرسه مجانی بوده، دانشگاه مجانی بوده، دانشگاه که مفت آقا، سیگار هم که مفت آقا، هنر داشته، خودش زحمت کشیده، رفته شده نویسنده شده کارگردان، تئاتر رفته موقعیت وا بوده، سینما رفته موقعیت بهش دادن، کارگردان شده دوربین بهش دادن، سناریو خواسته بنویسه خودکار بهش دادن، در میزنی جهاز میخواد، عروس بگیری جهاز میخواد، همه چی بهش دادن. خب به جایی که بیاد استفاده بکنه، آخرش اومده میگه مجوری داره به هم میخوره این اتحاد، خیلی مجوری، حالا ایشالله که گربه است. خب نمیشه رو دوتا صندلی بشینی برادر من. خب ما دیگه، من رضای 22 ساله نیستم بابا، من پا 60م. اوکی؟ یا اون یکی چی ماهیه اون یارو، الاغ ماهی بود چی اون یارو، به هر حال. اما ما مشروطه خواهان میخوایم به شماها پیشنهاد بدیم. اما مومن قبل از اینکه پیشنهاد بدیم، بریم بچهای منچستر هم یه نگاه بکنیم. جناب مهندس شماره 5 رو لطف کنید، بچهای لندن و چیز، بچهای منچستر جمع شدن و این برنامه رو هم یه نگاه بکنیم، برگردیم بریم کارو ادامه بدیم. بچا زنگم بزنید دستتون درد نکنه. ما اینجا همگی جمع شدیم تا دولتین خارجی را توضیح کنیم. اگه ما امروز هم میهنان در سرتاسر سر دنیا به شاهنشاهمون وکالت میدهیم، فقط به این دلیله که اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم
پهلوی سوم را به عنوان پادشاه قانونی ایران زمین میشناسی، نه هیچ چیزی کمتر. پاینده ایران، پادشاه 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 پاینده ایران، پادشاه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همین بچه‌ای که اینجا جمع شدن پرچم رو خودش خریده، اون یارو چوبه رو خودش رفته خریده. خب اون چوبی که زده به اون پرچمه، چوبه پول میخواد دیگه. ایران که نیست برم از توی نجاری رفیقم بگم یه چوب بده من این کاغذ یارو پرچمه رو بدم دولش. چوبه پول میخواد، پرچمه پول میخواد، اون میکروفونه پول میخواد، اینا پول میخواد. خب ما نداریم. اینا که تو انگلیس میرن این کار میکنن، منچستر، لندن، بچه‌ای که تو سوئد این کار میکنن، تو استکهلم، بچه‌ای که توی بروکسل، تو هامبورگ، تو برلین، همه بچه های مشروطه خواه جمع میشن، تو سوئیس، تو اینور اونور، تو اتریش جمع میشن، اینا اپول خودشون این کارو میکنن، هیچ کس به اینا کمک نمیکنه. مثل اون که میگه من نمایندم توی سوئد، اون پشتش پول خوابیده که میره دم سطل آشغال میخوابه جون مامان جونش اینا. اون حاج اسمال پشتش پول خوابیده. به شرافت بشری سوگن اگر یک دونه از لغتای من بالا پایین شد سر منو بزنید. بابا مامورن، همشون مامورن. دنیا مومن قاطی نکنیم چون خودمون قدرم قاطی میکنه. بنابراین ما گفتیم آقا جون یه صندوق رای میذاریم، تشریف بیارید رای بدیم. جمهوری شد، ما مشروطه خواهم حق داریم بمونیم. دعوا بچه های مشروطه خواه، حواستون رو بدید، حواستون رو بچه بدید به منو. دعوا ببینید بر سر چیه. دعوا بر سر اینه که 43 ساله دارن میکنن تو مخ ایرانی جمهوری 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 جمهوری, جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی جمهوری آ این جا افتاد، اسلامش رپوبلیک جا افتاد، جمهوری دموکراتیک، جمهوری ملی، جمهوری با زور، جمهوری با پول، جمهوری ملی، جمهوری رفتن به باقی، جمهوری دیدم کلاغی، جمهوری یارو ندم ریدم کلاغی. راحت بهتون بگم فقط سر کاریه. چرا؟ دعوا سر یه جمله است، جمهوری. فرمان انگلیسه، جمهوری رو بکنید با هر فشاری هست بکنید تو مخ ملت ایران. آشوخه نی، یه ملتی که 2500 سال بهش گفتن پادشاهی بد بوده، اخ بوده، زمین خورده، نمیدونم بچهشو کور کرده، خودش نمیدونم فلانی بوده، اینجوری بوده، لو داده، تاج و برشو گذاشته سر افغانیه. در نهایت هی گفتن پادشاه. تو بعد 2500 سال میخوای هی بیاد این ازش بکشی بیرون، بعد هی چیکار کنه؟ بگه جمهوری. تو ماچ بکن. تا این بره تو مخش دیگه. کار به جایی برسه که جامعه ایرانی امروز در داخل و خارج بگه که آره خب جمهوری هم بد نیست، هر چهار سالی یه باری، یه باری چهار سالی، چهار سالی، چهار سال. خودش هم نمیفهمه بدبخت بیچاره این نفهم داره چه زری میزنه کردن تو مخش. هر چهار سالی، چهار سال، یه بار چهار سال، خب بهتره چهار سال. بعد اون بیاد میریم پای صندوق های رای میگی مثلا حسن صدقه خورد، تو زیاد صدقه خوردی، اصلا قیافت شبیه گونی چیز هست، میومدن صدقه جمع میکنن فلان اینا، تو شبیه اونی. برو کنار بذار بگیم چیز بیاد مثلا محسن یادگارا بیاد. بعد اون میگه نه تو هم حال نمیده اینا، بذار مثلا میگه علی تجزیه بیاد. نه این علی تجزیه اصلا مشخصه از چه دونقوز آبادی اومده، از توی کدوم چای فاضلا بکشتن بیرون، حال نمیده. مثلا بذار بگیم لگن فروش دوز بیاد. نی توپل هم از امیر توپل، این خیلی بدجوری جمهوری میشه بهش فرو بره اینا. خب این کردن تو مخاتون دیگه. اما نمیان اصل قضیه رو بگن. آقا اینا که دارن اینو بهتون میگن مزدورن، خائنن، میخوان کشور رو نابود کنن. همین، میخوان پدر رو از تو خونت ببرن، بگن بابا بابا. دیدی دیگه لگن فروش دوست میگه بابا، اصلا بگید بابا بابا. میخوان پدر رو از خونه ببرن. خوب گوش کنید حرف منو. اومدن تو خونتون ایرونیا، ایرانیان که تبدیل شدید به امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر، از ملت شدید امت. میخوان بیان تو یعنی اومدن تو خونمون، پدرمون از تو خونه بردن، عمو رو آوردن، میگن این باباته. نه بابا این عموه. فهمید. خب این باباته. میگه خب اینم داییه. اینم فهمیدم. این باباته. میگه ما با این مثلا پسر عمو بزرگه است. اینم فهمیدم. این خوبه. میگیم بابا مثلا این شوهر عمه است. اینم فهمیدم. این خوبه. میگیم بابا مثلا اینم شوهر خواهره. آقا پدر رو بردن، میخوان یکی رو به اسم بابا بیان بچه‌پونن تو خونه.
حرفمو گرفتین؟ به خاک بر سر من دیگه نگیری. جناب آندسلو تو محبت بفهمید برین تو عکسا. 6 و 7 و 8 و 9 دستتون درد نکنه. ببینید پشت خط کیا خوابیدن. هی من میام اینا رو به شما نشون میدم، فوششو تو تلگرام میخورم. بعد تازه مشهود چی میام آقا احمد کلا اینا بستم من دستون نمیدی بیا. به جای که از من حمایت بکن تازه دو قرتونی میشم باقی. زومه نگاه کنید. خانم آقایون اینی که دارید میبینید این روزنامه پراودا ارگان چیز نیستا، ارگان شوروی نیستا. خب این چیز آذربایجانه، این آذربایجان خودمونه، همونی که میخواستن هپولیش بکنن بعد شان شاریامر تو 21 آذر نجاتش داد. اون عکس میبینید، عکس مردشو بردم، اون عکس استالین بی پدر و مادره، اون عکس استالین بی پدر و مادره. دیدی؟ فرمودن بله. جناب مهندس بعدی اینا بذارید تو سرتون، الکی نمیدم اینا رو بهتون نشون بدم. زو این شماره 7 نگاه کنید. اینا میدونید که اینا فرقه همون دموکرات آذربایجان هم. عکس کی رو گرفتن وایسادن؟ عکس استالین رو. اونا که میبینید اونا ایرانی هن ها، خیال نکنید اونا بچه های مسکو و بچه های لنینگراد و استالینگراد هن. نه اینا همون کسایی که به هر حال میگن ایرانی دیگه، من که نمیتونم به این بگم چه بگم افغانیه. این هم از این. جناب مهندس هشت رو میرو لطف و محبت بفرمایید. به شرفت آقای سیاوش عزیز، از آقای سیاوش هم فرمودن از صدقه سر رضاشاه بزرگ تازه به آب اولوفرز همه کراوات هم زدن. بورین چی مصادره کنه، چی مصادره کنه؟ مومنت دست مریضات شیر زن آتنا دائمی. حالا آتنا دائمی کیه؟ عکس رو نگاه کنید سمت چپ اون پایین زده ائتلاف احزاب هیچ شخصی وکیل کل کشور نیست، هر ائتلافی و فلان اینا و غیره و زاله. عکس دیدی سمت چپیه رو، سمت چپیه رو میگه، دیدید اونو؟ این همونیه که شیرزن آتنا دائمی بهش این داره بهش میگه شیرزن. اون کیه؟ رفیق جونجونی معصوم قومی. آتنا دائمی رفیق جونجونی معصوم قومیه. خب سمت بعد نگاه کن، به عنوان مدافع حقوق بشر با هر گونه حذف و طرد گروه ها احزاب شخصیت ها مخالف و منتقد خود با انواع برچسب تفرق انداز سایبری تجزیه طلب فاسد مخالف هم. زنه داره میگه همه آتنا دائمی نمیدونم چی شوی اسمت ببرن. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرم. خب دیدی چی قراره مصادره بشه؟ هیچی قرار نیست مصادره بشه. مختونو دارن میزنن، ازتون نقطه ضعف گرفتن. لگن فروش دزد و سایر اراذل اوباش از شما میان پرستان نقطه ضعف گرفتن. میدونن که ما حساسیت داریم به تمامیت ارضی، ما حساسیت داریم به پادشاهی، ما حساسیت داریم به ایران. هر از چنگایی بیان یه انگوله که میکنم میرن، مثل تو چیز تو فوتبال شما میدونی مثلا بک چپ طرف ضعیفه، بک چپش ضعیفه، این زود دریبل میخوره، این چرخش سری نیست، بیشتر از چپ هم نمیکنه دیگه، بیشتر از چپ هم نمیکنه ضعیفه دیگه، چون یارو چپ ضعیفه دیگه. اینا ضعف ما رو پیدا کردن، اینا دارن اذیتتون میکنن. من اینو به خاطر شما نشون میدم، وگرنه به شرافت بشری سوگن اگر من جمعا برای همه اینا ترک جرزم علفم خور کنم چرا اینو بریزم بچرا. به شرافت بشری اگه من بیام زندگی نامه های اینا رو، زندگی های خصوصیشون رو برای شما بگم، باورتون نمیشه. مدام من تو مرامم نیست، نمیدونی چه خیلی پشت خط افتضاحه. یعنی بذارید بریم ایران تا بهتون تا اصلا احتیاج نیست من بگم خیلی چیزا رو میشه. خیلی بی ناموسی پشت خط، بابا زناشون رو با هم بازکاری میکنه. ای ما این کار. جناب مهندس بریم تو شماره 10.
علی جوانمرده دیدی توییتشو؟ برگردیم به 4-5 سال پیش، فقط ببینید دور و برش کیا هستن. یه مش مشروطه چیه گیج که خیلی هاشون از همین مشروطه چیه به من فوش خارمادر میدادن، هنوز یکیشون تو برلین داره به تلویزیون ایران آریه فحاشی میکنه که تو همین عکس هم میبینیدش. یک آدم فحاش بی سواد نفهم. خب ما مشکل از خود ما مشروطه خواهاست که بیای اینو دورش بکنی بعد اینطوری باش گفتگو کنی که انگار مثلا این کیه بابا، مگه اینا کیان؟ جناب باند اسلوت کنه شماره 10 رو. آقای جوانمردی، مسئله مهم اینه که شما هیچ وقت به طور شفاف موضع خودتون رو اعلام نکردین. شو خبرنگارم بالاخره به عنوان یک ایرانی به تمامیت ارضی اعتقاد دارید یا نه؟ همین یک سوال دارم. آقای جوانمردی میان اونجا باشه، جمهوری خواه تمامیت ارضی رو قبول دارید. جوانمردی خبرنگار مستقل، من خودم بیشتر از همه حرفای ایشونا گوش میدم. نه لابلای حرفاشون یه کدای خیلی غلطی میدن، من دیدم کدای خیلی نامطلوبی میدن. نه منم گرفتم. به هر حال همون این سوالو مستقیم جواب نداده. تمامیت ارضی رو فقط بگه قبول دارن یا نه، این که دیگه نمیخواد حس بسازه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب دیدید عیب از کیه؟ عیب از من فرستنده نیست، من دارم میفرستم موجو. عیب از تو گیرنده است. 5 سال گلوم پاره شد، 5 سال میگم آقا شما کاری کردید که منم چشوندید تو این بازیه که دوست ندارم بیام، ولی چیکار کنم؟ من اومدم پس من نباید بیام ادعا بکنم بگم من زبان میان پرستانم. منم میدونم شما هم تنهایی، اگه من نیام بچهای منچستر رو پخش نکنم، بچهای بروکسل رو پخش نکنم، بچهای لندن و استکهلم رو پخش نکنم، بچهای هامبورگ رو پخش نکنم، پس کی بیاد این کارو بکنه؟ هیچ. خب وقتی میام پخش میکنم بعد میام تو بازیتون دیگه، نمیخوام بیام ولی دارم میام دیگه. چرا؟ چون خود من این دردی که شما کشیدین خودم کشیدم. بابا هر جا من میرفتم صدامو قطع میکردن. همین الان من از ایران آریایی به هر دلیلی ما بریم از اینجا، اصلا قطع بشه دور از اون زبونم لا، اینجا قطع بشه اصلا. شما تصور میکنین کی به من میکروفون میده؟ لندنیا؟ لجنجلز؟ رادیو شمرون تهرون شابدالعظیم؟ همه شون دشمن من، همه شون به من فوش خارمادر میده، از گویندش تا دوربینچیش تا آبدارچیش. چرا؟ خب من دیگه کدومشون رو سالم گذاشتم؟ چون دارم با سند، نه که دروغ بگم، با سند، با گفته های خودشون، با فیلماشون، تازه خیلی هاشون هم به حرمت یه سری مسائل نمیخوام بیام نشون بدم، به حرمت نشون نمیدم. اونایی که تازه هنوز شما خیلی هاشون رو خیال میکنید خیلی آره، از همه بدترن اونا. خب بعد هی به شما میگم آقا جان، عزیزان من، بچه های مشروطه خواه، نرید دهن به دهن بذارید، نرید با اینا پشت خط به ریشتون دارن میخندن، یه توپ میندازه زیر پات میشینه اونجا هر رو کری کری میخند. این علی پروین، کسی جرئت نمیکنه توپا پروین بره، معلوم نبود به لایی میندازه، دریپ میزنه، دریپ سر بالا میزنه، پاس می، معلوم نبود پروین چه بلای سرت میاره. اصلا این توپه چسبیده بود به پای سلطان علی. خب بابا تو داری میری تو پای یه کسی که معلومه چه بلایی داره سرت میاره، اینو بیانین تو ابعاد سیاسی. شماها نمیدونید اینا دارن چه بلایی سرتون میارن. هر دفعه یه توپ یه تقه میزنید تو زمین شما، واسه تو زمین خوش داره میخنده، بعد شما توپو گرفتین تو زمین خودتون داری بازکاری میکنی. بابا لامصب توپو برگردون، تو واسه تو زمین خودت چرا داری بازی میکنی؟ خب فردا برو به خودم گل بزن. ما داریم به خودمون گل میزنیم، ما میهن پرستان داریم خودزنی میکنیم. تا زمانی که شما مشروطه خواهان سیاسی نشوید، به شرافت بشری سوگن علی شیرهی نشسته اونجا شعر و ترانه رو واسش دارن میخونن. تا زمانی که شما میهن پرستان سیاسی نشوید، همین آشا همین کاسه است. باید بفهمید بابا شخص اول مملکت دیگه به چه زبونی به ما بگه؟ بابا به چه زبونی ایشون به ما بفهمونه؟ آقا من تنهام، هیچ کس ندارم، شما باید بریزین تو خیابون حمایت کنین. کردین؟ اومدی؟ بعد آقای احمدی چرا ساکت شده؟ من آقای آریان بطن خواب باید بیم تو تهران تظاهرات کنیم؟
آره؟ شما ملت منتظر چی هستین؟ امریکا، بازم بهتون میگم، امریکا با B-52 بیاد بمبارون بکنه طویله علی شیرهی و طویله خمینی رو که عرازت رو بزن تو هواپیما بادش بزنه بردن بیانش ایران؟ اینا، اینا که 43 سال پیش پدر این مرد رو با اون افتضاح، با اون وضع از مملکت بردن بیرون، پاکترین فرزندان مملکت رو به دست یه مش بیمار روانی دادن که اعدامشون کنن، اینا میخوان سلطنت رو برگردن به ایران. مگه اینا عبدالله مومند الان میام یه سی براتون بیام بگم، من زدم به سیم آخر، میام اینا بهتون میگم. جناب مهندس شماره 11 رو لطف محبت بفرمایید، قشنگ با دقت نگاه کنید. با کمال افتخار مصدقیم، ملی پستی آقای دو به یکیم امروز، آقای بیژن مهر، آقای پیمان عارف و آقای آجلی. من با شما عوضش، من شما یه طرف صدا میکنم. آقای همایون، من تعجب میکنم چون من هم مصدق رو دوست دارم و اصلا آقای مصدق فامیل ما هست، یعنی اگه کسی به مصدق ادعا بکنه من از همه بیشتر میتونم ادعا. نه اولا من از هسته تایی تو مصدقی ترم. من دارم میگم آقا این آدم شاهزاده رضا پهلوی در نهایت صمیمیت و صداقت گفته آیون طرفدار نظام پادشاهی، بریم دنبال کارتون. نمکدان نمک، من نمکی هیچ کس رو نخوردم، اگه نمیخوای بدونی بدون. خونه شاهزادم رفتم والا دو تا تخم مرغ ایشون برداشت نیمور کرد، خودش خود ما وایسادیم نگاه کردیم. اینم برای اینکه اطلاع داشته باشیم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اگر شما بیننده‌ای که الان من دیدید، دارین برنامه رو می‌بینید، بعداً می‌بینید، بازپخش می‌بینید، تو تلگرام می‌ذارم، بالاخره این برنامه رو دیدید، اگر اینو نفهمیدید خواهش می‌کنم ازتون، استدعا می‌کنم، التماس می‌کنم جون مادرتون از بازی سیاسی برید بیرون، چون فایده نداره. من تا زمانی که نفهمم، من میخوام یه کاری رو بکنم، مثلا میخوام بشم مکانیک، مثلا میخوام بشم نونوا، آها من میخوام یه چیزی بشم تو این دنیا، میخوام بشم راننده. خب منی که میخوام بشم راننده، منی که میخوام بشم مکانیک، منی که میخوام بشم نونوا، منی که میخوام یه چیزی بشم، تا زمانی که نفهمم خمیر چیه، تنور چیه، اینا چیه، خب الان تو منو ببر تو سنگکی بگن بگو رضا احمدی یه نون درست کن بسوز، سنگک درست کن بسوز تو تنور، خب من جز که دستو بالام بسوزونم، جز که بزنم خمیر رو همه رو در داغون کنم، خب من نونوام. یادم باید بدید، یاد بگیرم 100 دفعه نون خراب بکنم تا منم بتونم مثلا جناب آقای شاطر بتونم این کارو بکنم. من یکی پیش گوشی نمیتونم دستم بگیرم، به من بگو ببر ماشینا رو تعمیر کن، ما چی رو تعمیر کنم؟ منی که اصلا نمیفهمم کامپیوتر چیه، 4 تا سیمو بلد شدم به هم وصل کنم، 2 تا دکمه بزنم، تو بیا به من بگو آقا بیا برنامه‌ریزی کن، بابا اصلا من نمیفهمم این کامپیوتر چیه. خواهش میکنم تا زمانی که سیاستو نفهمیدید بکشید کنار. شما مشروطه خواهان گیج و شما سلطنت طلبای گیجتر، شما خجالتی ها دارید بیشتر اعصاب ما رو خورد میکنید و بیشتر دارید به ما ضربه روحی میزنید. شما مشروطه خواها بیشتر دارید کار رو خراب میکنید. کار کشیده به لج و لجبازی میرن انترمنتر ور میدارن میارن تظاهرات گذاشتیم، یارو واسط داره چیز میخونه رفتم آباره، همه هم جمع شدن تو رود با شرفه، بابا زیر خمه چند نفره من بگیرم؟ وقتی آقا نمیفهمی خب ولش کن دیگه، خب نمیفهمی دیگه تو چیکار کنم دیگه، خودم چیکار کنم، بنزین بزنم سر خودم آتیش بزنم؟ جناب مهندس شماره 12 رو لطف موقت بفرمایید، امیدوارم یکی رو متوجه بشید. در چند سنی که نظام پادشاهی که میخواه بکنن از شما به وارث تاج و تخت هستید چی؟ به نظر من از هر نوع فرم حکومتی دیگری بیشتر، به علت سابقه تاریخی، به علت یک آشنایی قبلی و یک تجربه‌ای که در عمل مردم از یک نوع نظام غیر از سلطنت در عمل دیدن نیستی. خب این باز ثابت کننده این هستش که اصولا جامعه در جایی که آزادانه یک حق تصمیم داره به اون چیزی میگره بیشتر که یک آشنایی قبلی بیشتر یا یک اونس بیشتری داره.
از این لحاظی که میگم سلطنت برای ایران یه مفهوم خاصی داره که هیچ نوع نظام سیاسی دیگری در ایران تا به حال نه سابقه رو داشته نه اون آشناییشو. هر نوع سلطنتیست که داریم صحبت میکنیم یا واقعا سلطنت مشروطه. فرض من این هستش که صحبت از یک فرض سلطنت مشروطه میکنیم و یک نوع نظام دموکراتیک. در اون شرایط من بخت سلطنت را از هر نوع نظام دیگری بیشتر میبینم. 9 سال پیش زمانی که علی رغم همه مشکلات و در میان موجی از ناامیدی و بیم در فضایی که بیشتر از تسلیم و عقب نشینی نشانه داشت تا از مقاومت و پیکار، میراثی را که تاریخ بر دوشم نهاده بود پذیرفتم. میراثی را که تاریخ بر دوشم نهاده بود پذیرفتم و تعهدی همیشگی و برگشت ناپذیر را به آزادی ملت و سربلندی میهنم با جان و دل قبول کردم. این تعهد را به خاطر تاج و تخت نپذیرفتم، بلکه به عشق ایران بر دوش گرفتم. به این امید که برای نجات وطن از این فاجعه بزرگ خدمتی کنم. آخرین مهره که باید دست بخوره و اگر اون مهره از بین بره بازی رو باختین، مهره چیه؟ شاه. شاه دیگه. شاه که نقش پیاده رو که بازی نمیکنه، نقش رخ و نقش نمیدونم وزیر رو که بازی نمیکنه. اگه میگی نه ما یک تصمیم گیر میخوام که مسئول باشه، پس برید دنبال جمهوری، پادشاهی جوابشو نمیست. اگه نظام پادشاهی میخوان بسیار خوب، به شرطی که مقام پادشاه کوچکترین وظیفه اجرایی نداشته باشه، چه اگه داشته باشه آسیب پذیر میشه و اگه اونه که کل ستون رو نگه میداره نمیخواین اون مهره رو آسیب پذیر بکنین. با عقل جور در نمیاد. آخر سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. من اول از همین بچه ها رو بگم، فرشید هخامنشی 5 یورو دست درد نکنه. فرشید جان ازت ممنونم. امیر عزیز ما هم از آلمان بچه محل ما 55 دلار دست درد نکنه. امیر جان سرباز دور از وطنم 50 دلار دست درد نکنه. بچه ها زنگ بزنید لطفا، کمه زنگ بزنید دستتون درد نکنه. جوونی رو دیدید، سنای مختلف رو نشون دادم. خیلی 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 جوان، هنوز اوائل کار، زمان جنگ بود. بعد دومی رو که دیدید علازدی ایستاده بودن، بازم در سن جوانی، این زمانی که من خودم 3 سال تو آلمانم، یعنی 1989 درسته 3 سال بود تو آلمان بودم. آخری هم بهتون نشون دادم با موهای سفید، با موهای جوگندمی. حرف این مرد راجب پادشاهی عوض شده؟ کشیدن بردنش توی کوچه پس کوچه های دنیاهای مجازی، سر حرف زدن، تای حرف زدن، همین بلایی که سر خود ماها میارن. ولی ماها، من که الان یکی بیاد سر حرف منو بزنه، تای حرف بزنه، رضا احمدی مثلا یهو گفته، من یه چیزی دیگه گفته، اونو ول کردم، پاسدار، منو به پاسدار اضافه کردم. خب من که چه هر چی دلم خواست برم، من آقا اصلا گشته، من دارم مثل بولدوزه میزنم و میرم. سر حرف آقا رو زدن، تای حرف آقا رو زدن، ایشون رو عصبیش کردن. بابا آدمیزاده، مثلا شما، مثلا ما میگیم که علازه، مثلا میخوام بگیم راجع به یه دونه آدم آهنی حرف بزنه، بابا آدمیزاده مثل من و تو. ایشون هم مثل ما که داره سنش میره بالاتر، بی‌حوصله تر میشه، خسته تر میشه، فرسوده تر میشه. اونم این من با 4-5 هزار نفر تو تلگرام دارم، تازه روزی 2-3 ساعت حد اکثر یه 4 تا تکس اینور اونور میکنم، تعطیل میکنم، تلفن ها پرت میکنم. اون با 40 سال شاهزاده بختیار گفته شما خیلی بدی، شاهزاده یه رادیو زدن تو فرانسه همش نشون دارن فوش میدن، پدرت دیکتاتور، زور، استبداد، چکمه، نلین، کشتن، صدای ناله میاد از فیضیه، از داخل کشور آخوند میاد، از این ور پاسدار میاد، از اون ور محسن یادگاران میاد، از این ور این یکی میاد، از اون ور اون یکی میاد، از این ور این میاد. تازه اینا به جای خود ترورت میخوان بکنن، بچه‌ت میخوان بکشن، همسرت میخوان بکشن، خواهرت کشتن، داشت کشتن، کشتن، کشتن. بابا قول باشی میتره که تمام این پروبلما، این مسائل، این فشارهایی رو که
به این مرد وارد شده، به همین یه انسان وارد شده، اینو بکنش مثل یه فرمول، بکنش تو یه دونه آمپول، برو بزنش به یه درخت مثلا 500 ساله، ببین درخته در از 2 دقیقه چی میشه، از اون بالا میخوره زمین، از زرد میشه، تمام پوسته و درخته هم ازم میپکه. با همه این شرایط حرف این مرد بالا پایین شده. آقا دعوا میدونی سر چیه؟ بذار بهتون بگم، دعوا سر اینه که انقدر فشار بیاریم که میهن پرستان بگن آقا خسته شدیم، میگیم جاوید شاه ایشون کاری نمیکنه، میگیم اعلی حضرت کاری نمیکنه، شبونه میریم داد میزنیم رضا شاه روحت شاد کنه. بچه ها کارتونو بکنید، این مردو گذاشتن دارن پرسش میکنن، بفهمید دارم بهتون چی میگم، خیلی تحت فشاره. بعد یه مش آدم بی سواد نفهم بی شعور نفهم، یه مش ابله، یه مش کسانی که دیپلم هم ندارن. چی گفته شاهزاده تحت فشار؟ اصلا اینطوری نیست بابا، بذارین تو خارج از کشور سیاستمونو بکنیم ننه جون. دو حرفی که داری برو بکن. این مرد تحت فشاره، این مرد از 1001 کانال باید رد بشه که بیاد بشینه تو فلان تلویزیون. نگاه نکنید اونطوری شست رفته نشسته اونجا، فکرش 1000 جا داره کار میکنه. بلاهایی که به سر این مرد اومد، اگر یه روزی روزگاری اجازه بدن ایشون که یه نفر بیاد بنویسه فقط راجب خودش، نه خواهرش، نه برادرش، نه مادرش، نه همسرش، نه بچه ها، راجب خودش، چه بلایی سر آقای شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، مستر رضا پهلوی، اعلیحضرت، لطف کنید به ما بگید چه بلایی سر ما خود به رشته تحریر دراریم. به شرافت بشری سوگند 500,000 صفحه باید بنویسه، باید بعد 2 صفحه شو بخونی میگی وای داده بیداد، چه چیزهایی رو تحمل کرده. تحمل داره میکنه، همه ما رو داره تحمل میکنه، قدرش بدونید. عمر نوح که نداره ایشونم، قدرش بدونید. هر دفعه میاد یه جمله میگه نگاه بکن، خواننده ای که تو دیروز تو دربار داشت نون دربار میخورد، 4 کلاس سواد داشت، یارو شوهرش اون رو که محمود کافچی میگه بابا توی چیز میخوابید، توی رو زمین سرد میخوابید. بابا من نمیگم، شوهرش میگه. پره پاره بدبخت، به جایی که امروز همشون بیان برن در خونه این مرد بگم بابا ما بالای 70 سالیم چیکار باید بکنی، بچه ها همه همون بریم رو سن، همه تو حسابشون کنن رو سن یه کافه کاباره تو لس آنجلس، داریوش، ستار، گوگوش، ابی، شهرام، همه اونا که قدیمی هن، همه اینا بیان بگن ای ایران، ای مرز پرگوه، ببین چه ولوله ای را میفتده، اثر داره، هنرمندن، اثر داره. تو حسابشون کنن الان تو ایران علی پروین بیاد بگه وکیل من آقای شاهزاده رضا پهلوی، علی دایی بیاد اینو بگه، مثل این کریمی، باری کلا کریمی، آها یادم رفت، کریمی باری کلا، آفرین، خوش اومدی به قطار، آفرین علی کریمی، از رو 2 تا صندلی بلند شدی نشستی روی صندلی، باری کلا، آفرین، خوش اومدی، بیا بشین تو قطار، بشین با هم بشین راجع به فوتبال، تا خود تهران من واسه فوتبال ایرانو تعریف کنه. از اون قدیم‌ها بگم، از امجدیه بگم خیلی خوش می‌گذره بهمون تا اونجا، تو هم بگو چه بلایی سرتون اومد از سال 65 به بعد که ما نبودیم، تا من واسه بگم از فوتبال قدیم برات بگم، از پرسپولیس بگم، اتحاد بگم، اینا دمت گرم، باریکلا علی کریمی، تکلیف روشن کرد، گفت ما مشروط خواهان رو، آفرین، چرا خجالت میکشید؟ افتخار بکنید که مشروط خواه، هیچ افتخاری برای ایرانی بالاتر از اینه که بگه من یه ایرانی مشروط خواهم؟ زشته بگه من ایرانی جمهوری طلبم، از 100 تا فوش خوار مادر بدتره، یعنی من بی پدر و مادرم، جمهوری طلب یعنی من بی پدر و مادرم، بی شناسنامم، امریکایی، حقشه بگه من جمهوری طلبم. آره حقشه، چرا؟ خب چرا نداره؟ مرز عراق و چیزی نبوده، یه مش یانکی دزد دریایی ریختن شهر دیار یارو رو گرفتن و سر سرخپوستا رو بریدن و پوست یارو رو کندن و چه و چه و چه و اون مسیر رو طی کردن و جویندگان طلا و تگزاس و جانوین و کلینستو بود تو ماچ بکن، من ماچ بکن کار رستم جو. خب بله منم باشم میگم امریکا تودی ریپبلیک گود مورنینگ، بله یسترده، من برام افتره بیام بگم من جمهوری طلبم، یعنی من بی خوار مادرم، یعنی من بی پدر و مادرم، یعنی من پرپاتیم پر بی پام بی کفشم،
یعنی من بدبختم تو کوچه خیابونم آی یوهانوس بی منو جمع جورم کنی. حالا بذارید من بهتون بگم این کوششی یه چیزی راجع به این جریان کومله و دموکرات از من پرسیده بودی. بذارید من اینم بهتون بگم. اینم نشون بدیم. جناب مهندس این شماره 13 رو لطف محبت بفرمایید. عکسه. اینم لطف محبت و 13 و 14 و 15 و 16. بذارید این عکس رو نشون بدم خیالم راحت بشه که دیگه چیزی ندارم. تمام اینا. خب من میخوام از پرویز صیاد، از همه خانوما آقایون که ما باز ناپریزی کردیم گفتیم خانم آقایون بپرسم این چهار اصل اساسی اتحاده چه چیزی در این بد میبینید؟ چه اشکالی در این میبینید؟ حقوق بشر، سکولاریسم، یک پارچگی ایران، دموکراسی برای همه، چهار اصل اتحاد همه برای ایران. خب طبیعیه حقوق بشر که میگی خب طبیعتاً این به چپ بر میخوره، به توده یا بر میخوره، چون اونا اصلا اهل حقوق حشر هم نیستن. بابا استالین 4 میلیون آدم کشت. خب میگی سکولاریسم، خود سازمان تروریستی مجاهدین بهش بر میخوره. چرا؟ بابا بهتون نشون دادم، میگه حاضرید به عقد ازدواج حسین در بیاین؟ بله حاضرین فلان. خب اینم تکلیفش مشخصه. میگی یک پارچگی ایران، خب علی تجزیه و اراذل و اوباش تجزیه طلب و حسن صدقه خور و بوربور و شورشور و الهواز و اردست کلنگ بهشون بر میخوره. میگی دموکراسی که مصدقی بهش بر میخوره. چرا؟ من گفتش که امام 7 زبون بلده، این مسیح زمانه. خب پس من با کی برم اتحاد کنم؟ خدایا سرمو به کجا بکوبم؟ جناب مهندس بعدیرم لطف اومد بفهمید. بعد مشروطه چیه؟ گیج میگه آقای احمدی امیدواریم که بمالید به هم دیگه و عجوری اتحاد بشه. خدا ایشالا شفا بده. امیدوارم خدا یه جو عقل بهتون بده. خدا ایشالا شفاتون بده. خانم آقایون اینو نگاه کنید. اتفاقا اونی کسی که از من سوال کردی چه چیزی برات پیدا کردن؟ اون ادهی که راجب کردستان گفتی. خانم آقایون نگاه کنید. اون بشکه نفته. اونم پرچم انگلیسه. باز امشب از تو یوتیوب میافتیم بیرون. حواستون رو بدید به من، قشنگ گوش کنید. اونایی که فقط صوتی گوش میکنید نمیبینید. 53 کشور عضو مشترک المنافع. مشترک المنافع یعنی کشورهای مشترک المنافع. 53 کشور در دنیا عضو کشورهای مشترک المنافع. حالا ما خیال نکنید 50,000 تا کشور داریم تو دنیا. نه، ما 100 تا کشور داریم. 100 و چند تا، 120 تا. این نصفش. یعنی 2.5 میلیارد جمعیت کره زمین. رقمو گوش کنید ها. این آماری که دارم بهتون میگم مال 3-4 سال پیش ها، تازه 3-4 سال پیش هم باز آمارش دقیق نبوده، اونم باز مال 7-8 سال پیش بوده. حالا مومنت مهم نیست، فرض کنیم مال همین امشبه. 53 کشور عضو کشورهای مشترک المنافع، 2.5 میلیارد جمعیت کره زمین رو شامل میشه اون 53 کشور، یعنی 30% جمعیت کره زمین. تا اینجا قبل تو؟ قبل تو. جناب مهندس بریم تو بعدی. ما هم یک چک آبی بنوشیم. درود به روان پاک خدایگان، لعنت به روح مصدق، مدرس و خمینی، لعنت به روح همه تو. حالا باز نگاه کنید، 141 شرکت نفتی زیر مجموعه بی پدر هم. یعنی بی پی، شرکت نفت بی پی که یه مش مصدقی خواهن به ما گفتن بریتیش پرشین. بی پدر و مادر خائن بریتیش پرشین چیه؟ چرا داری پرت بلا میگه؟ مردی که زیر شلواری پوش. 141 کشور نفتی زیر مجموعه بی پی هم. شوخی نیست ها، گوش کنی چی بهتون گم. 141 شرکت نفتی در دنیا خواهر این هم. یعنی مثلا میگی شرکت نفت مرگلگولی، اندربوری، سندربوری، اینا همشون زیر مجموعه این هم. پخش اخبار به تمام زبانهای جهان در بنگاه لجن پراکنی بی بی سی. چجوری میخوای به دنیا دیگه حکومت کنی؟ جناب مهندس لطف کنید بعدیرم دستتون درد نکنه. آقا جان خانه از پایبست ویران است. خب اون مجموعه‌ای که بهتونشون دادم معناش اینه، تعریفش اینه، دیکتش اینه. این مثلثی که بالاش پرچم حیوانات اسلامی یعنی جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکار به سبز نوشتم کشتار ملت ایران، اون وظیفش اینه.
جمهوری اسلامی وظیفش کشتار ملت ایرانه. سمت راست پایین پرچم روسیه تخریب ایرانه، این فقط خوراکش تخریب ایرانه. سمت چپ انگلیس پهلوی ستیزی. نگفتم چپاول، نگفتم غارت، و گفتم پهلوی ستیزی، معنا داره. دست درد نکنه جناب مهندس، هدف همینه، کشتار ملت ایران، تخریب ایران، پهلوی ستیزی. این فرمولیه که از 1978 برای ما چیدن. ناگفته نماند از شهریور 1320 چیده بودن. من نمیخوام ببرمتون عقب که تو لابلای این چرخه دنده تاریخ گیر کنید. از 1978 از سال 57 ایران رو تخریب کنید، ملت ایران رو بکشید و پهلوی ستیزی بکنید. و سلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. تموم شده. حالا ببینید، شنیدید که میگن که اینا به هم ربط داره این حرفایی که میزنم، و حواستون بدید به من. شنیدید میگن که حزب دموکرات و حزب کومله کردستان با هم اتحاد کردن و خیلی احزاب کردستان و دموکرات اینا ماچبازی کردن و با هم رفیق شدن. از خودتون پرسیدید چرا؟ میدونید اونور چه خبره؟ این جریانی که میگن کولبر کولبر، این جوانای بدبخت کرد ایرانی ما که امروز باید کردستان ایران جووناش در استان کردستان ما حداقل 3 دانشگاه داشته باشیم، در کردستان دارای حداقل 1 فرودگاه بین المللی، در سنندج 2-3 فرودگاه دیگه در شهرهای دیگه داشته باشیم، که سقز، بانه، مهاباد، حالا اونا هم که آذری و کردن، پیراندشت، پیرانشهر، سردشت، اینور بیا بیجار، اونا که به هر حال ما تو این قسمت میشناسیم. میدونید الان باید اون شهر رو چطوری باشه؟ میدونید الان وارد مریوان میشی، وارد بانه میشی، وارد سقز میشی، پهلوی مونده باشه اینا، میدونید وارد سقز میشی یعنی کجا رفتی؟ یعنی مثلا وارد شیکاگو شدی. بله. میدونید وارد بانه بشی یعنی وارد کجا شدی؟ مثلا وارد ساندیاگو شدی. میدونید وارد مثلا سنندج بشی کجا، مثلا وارد کجا شدی؟ مثلا واشنگتن دی سی شدی. چیزی هم نیست، یعنی شق القمری نیست، همه چی هم داره. میدونید قرار بوده المپیک زمستانی در استان کردستان برگزار بشه؟ همینی که میشین با پهپن نگاه میکنید، نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک، دختره، پسره که آقایون همش عقب رو نگاه میکنن، با این اسکی میاد میزن 181 متر بجوری پرید یارو اون بالا. همین اتفاق قرار بود تو استان کردستان بیفته. جوون بار میذاره رو کولش، پا میشه میره اونور. چی میبره؟ شما خواهی میکنی چی میبره؟ شما خواهی که اون میدونه داره چی میبره؟ قاچاق میبره اونور، قاچاق از اونور میاره اینور. به نفع کیه این؟ به نفع حزب کومله، حزب دموکرات و سپاه پاسداران. آقا اگه اینطور، چون من میدونم، من مغز فاسد رو میشناسم، اگه اینطوری چرا باز پاسدارا کولبرا رو میکشن؟ آها، این اون موقعیه که اینا بیزینس، این تجارته. این اون موقعیه که کومله به دموکرات باج رو نداده به سپاه، به همین راحتی. میخواین قبول کنین نکنین برام مهم نیست، من وظیفم گفتنه. یعنی چه؟ آها، اینا قرارداد دارن، مواد مخدر میره، کلا و شال و همین چیزایی که ما تو ایران عقده‌شو داریم، شلوار جدید خریدی مثلا حسن، ها بجوری خارج وکیه اینا، خیلی بجوری مد شده، 800 میلیون تومان، خیلی مد شده، واه واه، میدی من یه عکس باش بگیرم. اینا اوناست که از اونور میاد اینور. حالا اونا خودشون اینا کجا میرن؟ اونا از بازار کاذب ترکیه وارد میکنن. یعنی اون مثلث ترکیه، کردستان عراق و کردستان ایران فقط قاچاق بازیه. چرا اردوغان میره وارد کردستان ترکیه میشه؟ به چه بهانه ای؟ پیکاکا، اون گروه تروریستی پیکاکا میگی شما، چی میگی؟ خب اون بهانه است. اردوغان یک مافیای نفته، انگولکش میکنن، بهش میگن حمله کن، میره اونجا اوضاع رو به هم میزنه، شبونه تانکرای نفته که قاچاق وارد کجا میشه؟ وارد اروپا میشه. یعنی مافیای نفت، مافیای اسلحه، مافیای مواد مخدر، مافیای مشروب، مافیای فیلمای اونجورکی، مافیای زنان نگونبخت که تو همین اروپا بیاین من چند هزار زنان نگونبخت کرد رو که اینا بهش میگن یزیدی، ایزدیا، بهتون نشون بدم تو فاحشه‌خونه های کشورهای اروپایی، به من بتون نشون بدم تو هلند، تو آلمان، خیلی بدجوری. اوکی؟ تو رومانی، تو بلغار، تو چک. تجارته.
این یه چیز کوچیکی بود تازه بهتون گفتم. وقتی که پولا رد و بدل نمیشه پاسدار وای میسه اونجا دستور داره از سلامی بزن 4-5 تا از این کولبرا رو بزن. مهم نیست کیو بزن. چرا پولو دیر رسوندی؟ وقتی اونا پولو میدن پاسدارا دیگه تیراندازی نمیکنن و برعکس. وقتی پاسدارا پول نمیدن اونا بمب‌گذاری میکنن. اونا حمله میکنن که آقا سرده شروع شد بوم آخ با آر پی جی افتادن چی خبر شد رزمندگان کرد وجوری رزمنده میرزمند دست بیزینس. حالا اینو بیا ابعادشو بزرگ کن. چی داره ازش میخوره؟ اسرائیل. چی داره ازش میخوره؟ آذربایجان. چی ازش میخوره؟ گرجستان ارمنستان. چی ازش میخوره؟ ترکیه. کی میخوره؟ یونان. اینا اطرافو دارم میگم ها. خب چرا باید سوریه اونطوری بشه؟ از خودت سوال کردی؟ نه. چرا؟ چون تو دنیای مجازی سر کارتون گذاشتن. چون سر کارتون گذاشتن با معصوم قمی، با کسی که سوم راهنمایی ردی داره. چون سر کارتون گذاشتن با حاج اسمال، چون سر کارتون گذاشتن با علی تجزیه. یک بدبخت مفلوکی که اگه من زندگی اینا براتون بگم پول جمع می‌کنین پول بهش بدین. بدبخت این. به حال این باید گریه کنید. که لگن فروش دوز بره قورباغه خوشگل رو بیاره بزنه اونجا با اون که مرد شور اون کت و شلوار و کراواته ببرن که 30 شماره بهت بزرگه مرد شور اون قیافته ببره میشه اونجا میگه البته من مستده خود تاوین مضبوط خوب که سر کارمون بذارن و من به خاطر دل شما به خاطر اینکه غلط کردم گفتم زبون شما باید ببینید چیزا رو براتون نشون بدم بعد نمیذارید من کارمو بکنم نمیذارید اجازه نمیدید من بیام به شما بگم چه خبره سرتونو دارن کلا میذارن بخور بخوره اگر من بخوام به شما بگم بر اساس آمار نه رو معده بخوام به شما بگم چقدر نفت و گاز از همین کشور ما به آلمان ایران آلمان نفت گاز قاچاق شده پولش فقط پول قاچاق نفت و گاز ایران به آلمان همین الان اون پول تو دست ما باشه ایران در عرض 5 سال میشه یه چیزی در حد ژاپن 5 سال نگفتم 50 سال ایران و آلمان رو گفتم حالا نفتی که به فرانسه رفته به انگلیس رفته کشور اسکاندیناوی رفته رفته به اسپانیا رفته به ایتالیا یونان اینور پولایی که خرج حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، جهاد اکبر، جهاد ننت، جهاد بابات، داعش بازی، میدونی چقدر جمهوری اسلامی خرج اون یار مرکی کی بود کشتنش تو افغانستان؟ بن لادن، میدونی چقدر خرج اون شده؟ میدونی چقدر خرج پروژه جریان نیویورک شد 11 سپتامبر؟ میدونی چه کسایی پشت اون جریان بودن؟ خود تو اینا را کجا میدونی؟ از اونجایی که تو نمیدونی از اونجایی که من از بچگی فضول بودم رفتم دنبال چیزی که بفهمم کجا داره کلا سرم میره خب ایران آریایی باید بیاد بگه فرشید هخامنشی 5 دلار 5 یورو طویله لندن یه چک میاد واسهش 500 میلیون 5 یورو 500 میلیون بعد من با 5 یورو وایستادم جلو 500 میلیون دمم گرم یا نه جمالمو عشق است یا نه همه دیگه هم جمال تو عشق است خیلی خوب حالا رضا احمدی رو بذارینش کنار صدها هزار برابر بزرگش بکنید بکنید علازا سیروس رضا شاه دوم علوی سوم این مرد با هیچی کاری کرد علازا سیروس رضا شاه بچهای میان پرسی حرفا گوش کنید علازا سیروس رضا شاه دوم علوی سوم در طول این 43 سال بی ناموسای جمهوری طلب اینه میگم تا نیشینتون بسوزه نمیخواستم بگم ولی میگم تا چشمتون کور که بچه های ما رو اذیت نکنیم تو دنیای مجازی بچه های میانپرست رضا شاه دوم پهلوی سوم طوری رو این صفحه شطرنج بازی کردن خیلی ظریف یعنی سرباز رو خواسته کن بده 3 سال طول کشید هیم بهش فشار دادن آقا وقت تموم شد اینا میگم بازی نمیخون جمعش کنیم اگه منو نشوندیم بازی کنم بذارید بازی ما بکنم ولی خب دیگه نمیتونستن بازی رو جمع کنن نه این آقا رو میتونستن وردارن بندازنش اونور مثل ظاهرشاه مثل کنستانتین روانشاد چند وقت پیش درگذشت یا مثل سیمونفس بود کی بود مال بلغارستان نه این آقا رو میتونستن گندش کنن موندن با موندن پهلوی رو چجوری جراحی کنن
اوکی؟ ببینید چقدر قشنگ بازی کرد جمهوری طلبانه بی پدر و مادر، که نه پدر دارید نه مادر. چرا دارید؟ پدرتون میرزا کوچک خان انگلی بود، ننتونم اون یارو که تو چیز بود توی آذربایجان بود، که بود یارو بدسنه سید جعفر پیشه برننه، اون بود که پیشه ننه بود. خب ببینید چقدر زیبا بازی کرد الازر، که سرانجام به جهانیان ثابت کرد فهمون ما مشروط خواهان روی صفحه شطرنج سیاسی جهان هستیم. مشروطیت هست، مشروطیت هست. ما رو حذف کرده بودن، ما رو با کشتن خدایگان حذف کردن، ما رو با کشتن تیمسار رحیمی، ناجی، خسروداد، نشاد، آیت محقق، تمام اون سرهنگا، افسرا، درجدارا، ما رو حذف کردن. ارتش شاهنشاهی ایران رو متلاشی کردن، سپاه پاسداران جاش آوردن، ما حذف شدیم در شطرنج جهان. ببین این بچه جوان 20 ساله 50 سالش نبوده که، بدون تجربه، تنها دانشگاهی که ایشون رفت مادر بود که بغل دستش بود، بنیاد شعبانو فرای پهلوی، خدا سایشون از سر محکم نکنه. با تجربیاتی که در گوش ایشون گفته شد و دهشه‌ای تجربه‌ای که اش شاهنشاه داشت، وقتی نداشته با پدرش بشینه گفتگو کنه، دهشه یک قرون تجربیات اعلیحضرت، بقیه‌اش هم گفته‌های مادر. کجا باید بری با کی حرف بزنی، این چجوریه، کیسینجر کیه، سادات چیه، مناخم بگین کیه، موشه دایان کیه، اشمیت چیه، این کیه، این کیه، لعنت به پدر و مادرت انگلیس کیه. اوکی؟ بنابراین ببین چقدر زیبا بازی کرد، ما هنوز ایستادیم رو شطرنج. فکم درد گرفت، خسته شدم، سرم هم گیج رفت. جناب مهندس آخری هم لطف کنه، شماره 17. راستی خسته شدم، خداییش پیر شدیم. با سر همبندی، حق بازی، به چند وقتی انسان میتواند یک کاری را پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم شد. چند سال دیگر ایران محواره‌ای اجاره خواهد کرد با هر چند کانالی که لازم هست، بگیریم مثلا 12 کانال که سر تا سر ایران را بپوشاند، و کانال هایی که برای تدریس لازم هست به این کار اختصاص پیدا کند، 24 ساعت روی 24 ساعت. اگر برای ایجاد یک تمرکزی که لازمه پرتاب کردن این مملکت به جلو بود و اجرای اصول این انقلاب و تکمیل آن احتیاج به قدرت مرکزی فوق‌العاده بود و هنوز شاید تا یه مقداری لازم هست، و شاید اصولاً وضع جغرافیای این مملکت یک حدودی رو باید همیشه تحت نظر داشته باشد، ما بغیر بدید به مردم و این کار داره می شود. از شورای ده، از انجمن شهر، از انجمن شهرستان و استان، از ایجاد احزاب سیاسی که در قلب روستاها و کارگاه‌ها و مردم باید بروند و منعکس کننده آنها باشند و هدایت کننده آنها در کارهای فنی و اداری، این با اصول دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک از جامعه ایران جامعه‌ای می‌سازد که می‌توانیم بگوییم در او هر فرد ایرانی به سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. فرمایشاتو گوش کردی؟ همون موقع اون بیمار روانی نشسته تو نجف میگفت این همیشه میگد از خورشید میخوام
برق بگیرم، بلدم نبود بگه انرژی، برق بگیرم، لکن قراره یه چیزی هوا بشه که تلویزیون زیاد بشه که خودش نشان بده که اسرائیلی ها و همیشه فحشا به تلویزیون ها بیاید. بعد تو مملکت رو به اسم مصدقی بدی به دست اون بیناموز، بعد این بشه دیو برو بیرون، اون بشه فرشته تو بیا تو، بعد من بیام بشینم با اینا اتحاد کنم، پیدا کن لگن فروش دوز را. خواستم بگم پهن فروش دارم فرق نمی کنه، لگن و پهن یکیه. بعد او بعد 30 سال با رادیو اسرائیل بذارن اون سر کار، 30 سال رادیو اسرائیل برات خاتمی درست کنه، بعد من میهن پرست برم رو خطش بگه که نه این چیزی نه وقت کمه، هوای تلاویف خیلی گود مورنینگ داده. بعد من بشینم سوال کنم راستی چرا 43 سال طول کشید؟ بابا یه کولبرشو براتون گفتم، بازار تهران از صدق سر اون جوون کولبر پر شده شلوار و جوراب و شورت و چه و چه و چه، بازار کردستان هم پر شده مواد مخدر. خو یعنی اینا مواد مخدر میره؟ نه چیز میره، نبات میبره اونجا، اونو سردیش کرده چیز بارزانی. اوکی روبرت عزیز ما، جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو، همه بچه هم گفتن جاوید شاه، درود به شرفت روبرت از شیکاگو، $100 خیلی ازت سپاسگزارم. دکتر سرکار بانو، دکتر یاسمین خارزمی عزیز ما هم از سوئیس $55 دست گل درد نکنه بانو یاسمین خارزمی عزیز، دکتر از سوئیس خیلی ازت سپاسگزارم. بانو لیلای عزیز ما هم از لس آنجلس $40 دست درد نکنه لیلا جون، $40 باز دادی بهتره، چون لس آنجلس همین $40 هم جیبت می‌زدن، دست درد نکنه لیلا خانم. ملزه فرمودی خانم آقایون، جهان روی این پول تمام دعوا سر اینه، لگن فروش دوز عامله، پول اونجا نشون دادش، علی تجزیه عامله، معصوم قمی عامله، نازنین عامله، چوت شیفته عامله، عاملن هر کدومشون یه جایی نشوندنشون. منتها این مرد متاسفانه اروپا از نظر خودشون، شوربختانه چشم اون رنگی ها، حالا مثلا میخوام چیز حرف بزنم که صدا اون قلب نکنه توی یوتیوب های هم حرف بزنیم، خب اونا یه بد بزرگی آوردن، خیلی بد آوردن، خیلی بدطوری قاپشون بز نشست، خیلی بدجوری شد. میدونی چی شد؟ اینا گیر یه آدمی افتادن به اسم پرانس رضا پهلوی به اسم الازرق که بازی رو اینقدر زیبا برده، تا حالا نگفته میزنیم بچه های بیان پرست برید بکشید، فوش خارمادر بدید، آتیش بزنید، حوزه لجن قومو فلان کنید، مولوتوف بندازین، کوکتل لروس بکنین، این فشار بدین به اون، آفرین که سلیمانی رو کشتن، پدر سوخته رو چرا اونجوری کشتن، مثلا ما اینجوری میکشتن، سر اینو ببرین، تای اونو ببرین. همش گفته چی در فرمایشاتشون؟ سکولاریسم، حقوق بشر، من دنبال تاج و تخت نیستم، من دنبال قدرت نیستم، مشروطه خواه. حالا بچه هم تقصیر ندارن، خب متوجه نمیشه اگه ما میگیم آقا تو بازی آقا نرید، بچه ها نرید تو بازی، اینجا تا امده نگشته میگن نرید تو بازی آقا، خب بابا این خودش موجوده، همه رو به جون خریدیم. بچه ها نرین تو بازی علازد، نمیدونید این مرد گرفتاره، ولش کنید بزن کارشو بکنه، فقط این مرد رو بزنید رو کولتون ورده میبرنش ایران. یادتون میاد چقدر بهتون گفتم فقط بنویسین رضا پهلوی جاوید شاه، رضا پهلوی جاوید شاه، اسمشو نزنین از بین بره، درسته گفتم یا نگفتم؟ خب سوربون هم نرفتم، اکسفورد هم نرفتم، من 4 سال رفتم اکابر، 4 سال چیزم دارم، کارنامه اکابرم دارم، ولی بهتون گفتم نری تو بازی این مرد. چرا؟ چون من قشنگ، من اینقدی که علازت رو زیر ذره میگشتم، کاش که پدر مادر رو اینقدر زیر ذره میذاشتم، اصلا خودم کاش که زیر ذره میذاشتم. الان 15 دفعه رفت بودم سوربون، 6 دفعه مثلا آکسفورد اومده بودم، از اون پشت اومده بودم بیرون، نفس میکشه، من میدونم داره چیکار میکنه، میدونم، مطمئنم، میدونم، با قدرتی رو میگم، یک بارم این مردم رو ندیدم، یک بارم افتخار نداشتم دستشو ببوسم، یک بار ندیدم.
ولی میدونم داره چی کار میکنه. میدونی چرا؟ چون تو خارج از کشورم، تو داخل بودم نمیفهمیدم. اینجام پدر سوختگی‌ها رو میبینم، اشپیگل رو میبینم، روزنامه اشپیگل رو، عکساشو میبینم، بعضی موقع هم یه چیزایی میخونم بی خودکی، میبینم میبینم دارم میبینم داره چی کار میکنه. شوخی نیست. 40 سال بشمار ببین فقط چند تا صدر اعظم رفته تو طویله یه صدر اعظمی آلمان اومده بیرون. از هر کدومشون یه لغت یاد بگیر. ببین چند تا نخست وزیر توی انگلیس عوض شد، چند تا نخست وزیر توی ژاپن عوض شد، چند تا رئیس جمهور توی امریکا عوض شد، چند تا نخست وزیر توی کانادا عوض شد، چند تا رئیس جمهور و نخست وزیر توی فرانسه عوض شد، چقدر طویله شماره ده این ور اون ور شد، چه اتفاقاتی تو دنیا افتاد، چند تا جنگ شد، چند تا انقلاب شد، چند تا کودتا شد، چه نقشه اصلا در بعضی از جهان، نقشه جهان برید نگاه کنید اینترنت دیگه، برید بزنید نقشه جهان 1978، بزنید 1990، بزنید 2000، بزنید 2010 تا خودتون بفهمید چه خبر شده. اروپایی که 8 تا کشور اروپای شرقی بود اگه اشتباه نکنم، ببین اروپا به کجا کشیده. مسابقات فوتبال اروپا رو نگاه کنید، ببینید به چند گروه تقسیم شده. جام جهانی رو ببینید، از آسیا و اقیانوسیه یه تیم میومد، حالا نگاه کنید هر سال دارن تعداد تیمایی که از آسیا و اقیانوسیه وارد جام جهانی میشن بیشتر میشن. چرا؟ کشورها داره زیاد میشه. ببین چه چیزایی رو دیده این مرد. پس ببین چقدر داره زیبا بازی میکنه. پس بدونید ما رو به سرمنزل آخر میرسونه. فقط یه شرط داره، من، تو، او، ما، شما، ایشان، ما مشروطه خواهان شرف داشته باشیم تو خیابونا بگیم جاویدا. هیچ فرمول دیگه‌ای نداره، هیچ فرمول دیگری ندارد. باید این اتفاقی که من میگم باید بیفته، نیفته رین تن تن مالی تموم شد، ایران تجزیه میشود، ایران در به داغون میشود، به فقر و فلاکت و بدبختی میفتید، ایران بیابون میشه، بعد بلای سرتون میاد. آقا نگو میگم چی باید بگم، چی باید بگم؟ پهلوی نیاد ایران گلستان میشه؟ مرده و مرده هاتون از زیر خاک میکشین بیرون، استخوناشونو بگین امروز استخونشو درست کنین باشه آب گوش بخورین. یادتون رو بهتون چی گفتم ها؟ خوب گوش کنین، به شرافت بشری سوگن. اون این کاری که من میگم باید بشه. میدان 24 اسفند تا میدان شهیات کیپ تا کیپ باید وایسید عکس این آقا رو بگیره دو دستتون. رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. لندن، پاریس، برلین، مسکو، پکن، واشنگتن، اورشلیم، آنکارا، توکیو، شابدالعظیم، حسن آقا، حسین آقا، همه خفه خونه مرگ میگیرن. همه نگاه ها میاد، تمام دوربین. اون موقع است که دیگه سرش نمیتونه بخارونه. آقا سی ان ان بیا، آقا بی بی سی برو، چیزها به زبان خارجوکی، نه این مال خودمون. یعنی باید تو خواب مصاحبه کنه، تمام دوربینا میره روش. چرا؟ چون دنیا اومده سنگ بزرگ بندازه جلو پاش. آقا بله شما برو یه چیزی بیار به ما نشون بده، بدون تعارفتون بگن. چشم آبیا هیچ وقت در این شرایطی که اروپا به اقتصاد گدایی و گشنگی افتاده نمیاد سپاه پاسداران رو واسط بذاره توی لیست تروریست. چرا؟ سپاه پاسداران بذاره توی لیست تروریست یعنی بالای 14,000 شرکت اروپایی که با اینا در ارتباطن رین تن تن. چون همش مال سپاه دیگه. چالین جمعه چیز خودم یادم نره براتون میگم. بنابراین چیکار میکنه؟ میگه نه فعلا نمیشه، میشه نمیشه مال سوسنه، نمیشه نمیشه. مجبور اینطوری باهاتون بازی کنه. چرا؟ چون به آقا سنگ بزرگ انداخت جلو. آقا تو برو پتیشن بیار، پتوشن بیار، ما ببینیم تو رو میخوان. آره تو بمیری. بچه ننه نمیدونه تو تهران ملت رضا پهلوی رو صدا میزنن. وارث تاج و تخت رو دارن داد میزنن توی ایزه و توی اهواز و توی کرموشا و تو این ور اون ور. آره تو بمیری. شولس آلمانی نمیدونه، جو فروشه نمیدونه، تو بمیری. شماها نمیدونید که ملت ایران کیو میخواد. بریم بابا جمع کنید بی پدر و مادر. ملت شما، فقط شما، فقط شما و فقط شما، فقط شما در داخل کشور باید این مرد رو صدا بزنید. میخواین؟ ای والله نمیخواین. ما تو خارج از کشور راحتتون کنم، همم دارن چوسی میان فیلم بازی میکنن. ایران من بدبخت شدم، تمامش چرت و پرت، به شرافت بشری سوگن. اگر با بیل الکترونیکی هم دیگه بتونی ما رنجه بکنی، همه پی آوردیم. هممونم عادت کردیم به خورد و خوراک و نوشابه و گوشت گوزن و آسپرین و هممون اینجا تمرگیدیم. بدبخت میشید، از این نابودتر میشید.
تکلیف رو روشن کنید. میکنید؟ ای والله نمیکنید خوشگلدی. رو ما هیچ حسابی روی خارج از کشور هیچ حسابی نکنید. این مرد، این پادشاه هزار دفعه گفت و بازم تکرار داره میکنه اپوزیسیون اون توه، من با اون تو کار دارم، حالا اینجا هم امضا میکنیم. اعلی حضرت هیچ کاری با ما نداره، اینا هم که دور و برشن ولش کنید. یادتون نره انقلاب بچهای خودشو میخوره. اینم سر همینجوری بهتون گفتم که تو مخاتون بمونه، کارتون به این کارا نباشه، اعلی حضرت رو برگردونید. با سپاس جناب مهندس یاش گرامی، اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشیم تا آدینه. امیر عزیز ما از آلمان 55 دلار سپاس از شما. سرباز دور از وطن 50 دلار دست گل درد نکنه. فرشید اخوانچی 5 یورو سپاس از لطفه. آریا آلمان 20 یورو دست گل درد نکنه. آریای عزیز، روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو 100 دلار دست گل درد نکنه روبرت جان. سرکار بانو دکتر یاسمین خارزمی سوئیس 55 دلار بینایه سپاس از شما. بانو لیلای عزیز ما از لس آنجلس 40 دلار دست گل درد نکنه. بانو لیلا و همه خانم و آقایون شب و روز با همگی خوش، شاد و پیروز باشید. تو حاشیه نرید، سینه سپر، سر بالا، مشتا گره کرده، همینی که من بهتون میگم. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. پاینده ایران جاوید شاه.